با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیای الهی، من محمود وثیق در برنامه تفاهم در پرتو قرآن در تلویزیون زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم که البته با عرض معذرت که امروز یک نیم ساعت ناوقت‌تر شروع کردیم برای اینکه ترافیک خراب بود، یک مشکل ترافیکی بگویم یا اینا. خب در جنوب کالیفرنیا روزای گرمی هست، البته مردم میرن و به بیچا و به تفریح و هواخوری و اینا بیشتر روزای ویکند. خب ما اکثرا اتفاقاتی هم میفته، خداوند همه را در امان خود داشته باشه، ولی هر حادثه‌ای که اتفاق میفته حداقل یک نیم ساعت آدم وقت گرانبای خود در فریوی ها صرف میکنه. به هر حال بازم خوشوقت هستم که در خدمت شما عزیزا هستم. امروز که روز شنبه اول آگست سال 2015 میلادی است و جای خوشی است و سعادت است که باز هم در خدمت بیننده‌های خوب از برنامه هستم و جای افتخار است برای من و جای و ضمناً نه تنها افتخار بلکه برای من انرژی میده، همی که من احساس میکنم که یک چیز برای عزیزای خود آدم عرضه کردم. میتان از لابلای قرآن کریم چیزای خوبه که ما بتانیم در جامعه خود یا جامعه خود را به سوی خوبی ها بکشانیم، به سوی بهترین ها بکشانیم. و ای را هر فرد ما، هر خواهر و برادر تا جایی که در توانشان هست، ما همه انسانای خوب و با فهم و چیز فهم ما همه خوبی ها را درک کرده میتونن و بدی ها را تفکیک کرده میتونن از خوبی ها که ما بتانیم خوبی ها را ترویج بدیم در جامعه خود، در بین مردم خود، در بین همزبانهای خود. هر چیزی که خوب هست مور اسلامی یافتیم، هر چیزی که خوب هست ولو ما از قرآن آگاه نیستیم ولی چیز خوب و مفید همو اسلامی است. در کلچر اسلامی خود ما میتونیم بیاریم و کلچر اسلامی خود را ما غنیتر و شفافتر و خوبتر و بهتر بسازیم و این جای خوشی و سعادت برای وجدان ما، برای البته وجدان آرام ما میداشته باشیم و ضمناً جای خوشی و سعادت برای ما هم خواهد بود که خدمت برای جامعه خود و جامعه بشری در صورت کرده خواهیم بود. برنامه هفته قبل که ما داشتیم با محترم فرید یونس در مورد حدیث در یوتیوب گذاشتیم، دوستا وقت داشته باشن میبینن. برنامه‌ای که تقریبا با آقای یونس ما دو ساعت سپری کردیم. البته بحث حدیث کار آسان نیست، کاریست که بس اوقات بسیار جنجال ها می کشانده میشه. خوشبختانه که ما با آقای فرید یونس امیره قسم ترتیب دادیم که ما حداقل ببینیم که یک شمه مخالفت ها را در مورد حدیث بیاریم برای خدمت بیننده های محترم عرضه بکنیم. اما دو ساعت کافی نبود و توضیحاتی که لازم بود که باید داده میشد وقت کافی برش نبود، یکی وقت کافی نبوده که برادر خواهر ما همه آگاه هستن که در مسئله دیبیت یا مناظره تلویزیونی اینا، خب یک سلسله چیزا را باید مراعات کرد. چرا وقت تفاوت نظر هست و هر دو طرف در تفاوت نظر خود قایم و ثابت هست، خب در صحبت‌های معمولاً خصوصی وقتی همچون مسائل بالا میشه یکی از دو راه انسان انتخاب میکنه، یا ایست که خب خاموش میگیره و خب هر کس نظرش که در وقت مناظره تلویزیونی نمیشه که آدم خاموش هم بگیره دیگه، خب به اصطلاح کوچه بدل کنه انسان ها. باید مباحث صورت بگیره، ادامه پیدا بکنه.
اما داخل یک حدود چوکات. و رای دیگه شما البته ایست که متاسفانه بعضی اوقات به دشنام و به قهر و عصبانیت و این مسائل می انجامه که ما هر دو کوشش کردیم که در این برنامه در برنامه هفته قبل همین نشان بدیم که خوب اختلاف نظر هست، تفاوت نظرها زیاد وجود داره، اما ما میتونیم با هم دیگر صحبت بکنیم، میتونیم با هم دیگر بشینیم، با هم دیگر بحث و مفاهمه و مکالمه بکنیم اگر ای امی انگیزه را یا امی ارزش را ما در جامعه خود به خصوص در بخش دین، در بخش دین ما پیاده بکنیم در جامعه خود، بس و مشکلات ما را رای حل برش پیدا میشه. برای از اینکه ما وقتی بشینیم و احترام متقابل را حفظ بکنیم میتونه که به یک جایی برسیم. اما اگر وقتی ما حمله ور شدیم متاسفانه برای یکی دیگه خود، خب بالاخره خراب شده، روابطم خراب شده و ما چیزی هم به دست ناوردیم. ولی متاسفانه همچو چیزها در جامعه ما به خصوص در محافل خصوصی یا مجالس اینا اتفاق میفته. امیدوار هستم که همه بتانیم چی در مراسم خصوصی، چی در تلویزیون ها، چی در تلفن یا در مساجد یا در هر کجایی که هست، اگر بتانیم امی ارزش را ما پیاده بکنیم که ما میتونیم با هم دیگر بشینیم و صحبت بکنیم، احترام را حفظ بکنیم و مکالمه و مباحثه و مفاهمه را ادامه بدیم تا یک راه حل برش پیدا شود. و من فقط درست قبل برای آقای یونس هم زنگ زدم و برایشون صحبت کردم که ما اینی یک سه مسائل بود که توضیح کافی باید داده می شد، وقتش نبود و شاید شرایطش آماده نبود. من در این بخش برنامه امروز هم یک سر توضیحات کافی دیگه که در مورد حدیث و قرآن چی میگه در مورد حدیث، خود حدیث که ما بحث با آقای یونس داشتیم هنوز نشد به مو مطلب نامدیم، اما مطالب جواب گفته نشد. خب شاید یاییست که به مو نظر خود طرف مقابل که در دیبیت هست میمانن، یاییست که امو مطلب را درست نمیخواهند توضیح بتن، یا هر شکلی، یا از طرف ما یا از طرف از اونا، اشکال نداره، هر دوش یعنی در مکالمه امکان پذیر هست. به اون خاطر من برنامه امروز خواستم که سرمو مسائل صحبت بکنم و از آقای یونس هم خواهش کردم که میتونن در برنامه خودم سر نکاتی که هنوز اونا میخواهن نظر خود را بر بینندهای خود خوبتر و بهتر بیان بکنن که در اینجا برش امکانش نبود در این برنامه هفته قبل، آزاد هستن که هر دو بمی موافق بودیم که صحبت ها باید ادامه پیدا بکنه تا بتانیم که یک ذره بیشتر در فضای آرامتر و بدون دیبیت و اینا بتانیم که مطالب را یک ذره خوبتر حداقل بر بینندهای خود باید واضح بسازیم، چرا بینندهای ما نباید مخشوش باشن و نباید یعنی سرگردان شوند در این مورد که آیا چطور هست این مسائل. به هر حال در بخش که صحبت هایی که ما با آقای یونس داشتیم، اولین چیزی که ما باید تذکر بدم در این مورد مسئله که اولین بحث ما تقریبا شروع شد، مسائل فرهنگ که آقای یونس بسیار پافشاری داشتن، دو سه بار تذکر دادن که این ما بدون حدیث، قرآن کامل است، به می شکل یاد میکردن قرآن کامل هست، مکمل هست، یک کتاب مکمل هست، ولی بر ما فرهنگ نمیده. و اینجا ما باید توضیح کافی در این مورد ما باید خدمت بیننده های گرامی باید بدم که با تأسف تمام در جامعه ما امروز این فرهنگ که ما از شکایت داریم، اسلام را که مسلمان عمل فکر میکنه که عمل میکنه و ما شکایت داریم،
خب اونا فرهنگ است که فرهنگ عرب است که آمده در اون کشور و به فرهنگ قرآن کریم اصلا سازگاری نداره. او فرهنگ است که از یک جامعه بیگانه آمد بر ما و آمد و فرهنگ تطبیق کردن و ما امروز میگیم که بر ما فرهنگ میده و ما این مشکل کلانه که داریم، در حالی که قرآن کریم اگر کتاب کامل هست، خب فرهنگ ما به اساس قرآن کریم باید بر خود فرهنگ بدیم، برای مسلمان خود ما باید روش و راه را پیش رایشان بگذاریم در حدود قرآن کریم که مسلمان یا جامعه اسلامی ما بتانه فرهنگ قرآنی پیدا بکنند. چرا من شکایت من که بارها بینندای گرامی شنیدن که اسلام و مسلمان بسیار زیاد از هم فاصله داره، چی معنا میده؟ برای اینکه مسلمان با اسلام سازگاری نداره. مسلمان مطابق اساسی ترین کتاب اسلامی که قرآن کریم هست یا منبع اسلامی عمل نمیکنه. خب پس فرهنگش بیگانه هست، نامش اسلامی مانده شده ولی اسلامی بوده نمیداره. و به می خاطر است که ما همیشه تذکر را دادیم که با تأسف تمام کشورهای بنام اسلامی اسلامی نیست، اصلا اسلامی نیستن. چرا تمامی بدبختی هایی را که ما در کشورهای اسلامی میبینیم اونا چیزایی است که مسلمان عمل میکنن، در اسلام وجود نداره، قطعا وجود نداره. پس فرهنگ ما قرآن، اگر ما با قرآن کریم چنگ بزنیم که اساس کار ما قرآن کریم باشه و هر چیزی که از حدود قرآن کریم بیرو افتاد باید قطعش کرد، بس خلاص تمام است. اگر ما این کار را بکنیم پس فرهنگ خود را قرآنی و اسلامی می سازیم، در صورت ما برای جامعه خود یک فرهنگ اسلامی را می دیم. حال فرهنگ مسلمانی است که از عرب و از پاکستان و از هر جای امروز آمده میره و امروز ما فکر بکنیم که امروز همین خودکشی هایی که بدبختانه هست، همین نفرت و تضادهایی که در کشور رونما هست امروز زیاد شده. ما 30 سال پیش نداشتیم اینا را، اصلا نداشتیم. فرهنگ بیگانه وارد کشور شد، یا از عرب یا از عجم، یک فرهنگ ناجور و ناسالم آمد وارد کشور شد. و برزی که یک تعداد وایزین ملاهای فروخته شده اونا کسایی هستند که در جامعه رول دارن، مردم متاسفانه به اونا احترام گذاشتن، دستبوسی کردن، پابوسی کردن به خاطر که قیافه روحانی رو به خود گرفتن و اونا از طرف دشمنان اسلام خریده میشن تا بتانن که جامعه را به نفع دشمنان اسلام بکشانن. و اینجا مردم فقط بیداری مردم ما مطرح است که اگر مردم ما آگاه شوند، اگر مردم ما بیدار باشند که اونا دوست و دشمن خود را بشناسن، گول و فریب همچون انسانها را نمیخورن، برای وطن خود کار میکنن، برای خود کار میکنن، برای هموطن خود کار میکنن و به دشمن کار نمیکنن. و این دعا را میکنیم و کوشش خدا میکنیم، تنها دعا نی، کوشش خدا میکنیم که تا خداوند، به لطف خداوند و با کمک خداوند، جامعه ما از این خواب غفلت بیدار شو و خود را برای راست و درست بیافه و به خود خدمت بکنه، برای جامعه و وطن خود خدمت بکنه، به مردم خود خدمت بکنه و گول و فریب بیگانه و دشمن را به نام دین به خصوص نخوره. برای اینکه به نام دین مردم ما را به حد فریب دادن، فرهنگ خود را به نام دین وارد کردن، که آقای یونس هم که یاد میکرد فرهنگ میتنه، اونم فرهنگ بیگانه است که وارد کشور ما میشه. اما فرهنگ عربی، فرهنگ پاکستانی، فرهنگ اجنبی بگویم در مجموع وارد کشور ما شده و کشور ما را، مردم ما را که اکثرا بی سواد هست هنوزم و بیشتر از 95% بی سواد بود در گذشته، خب
اونما را کشاندن به سوی فرهنگ ناجور و ناسالم. پس امیدوار هستم که ما فرهنگ خود به اساس قرآن کریم درست بکنیم و عیار بسازیم. نکته دیگه که آقای یونس بیشتر سرش تاکید میکرد که ما در اول اگر بینندای محترم به خاطر داشته باشن که اولین سوال معمی بود که شما آقای یونس که میگین که 90 تا 95 فیصد احادیث درست است و 5 تا 10 فیصد جعلی میتونه باشه، که در اول در وسط و در آخر هم دو سه بار به شکل مختلف که تا داخل سوال کردم که آیا آقای یونس شما امیر همی عدد که دادین همی عدد را سرچپه میکنین یا نی؟ یعنی به این معنا که آیا به یقید آمدین بعد از بحث دو ساعتی که ما کردیم، آیا به یقید آمدین که 95 فیصدش قابل اعتماد نیست؟ یک 5 فیصدش میتونه که تا هموش هم سوال برانگیز است پیش من. 5 فیصد بسیار زیاد است خواهر برادر من، بسیار زیاد است. و اینجا ما باید البته دوستم است، با احترام با هم دیگر صحبت میکنیم، ولی باید همین را یاد بکنم که آقای یونس اصلا 5 فیصد احادیث را هم نخواندن. 5 فیصد احادیث را نخواندن. صدها هزار حدیث است. اگر صدها هزارش بگذارین یک طرف، حداقل ده ها هزار حدیث امروز در این کتابای عمده حدیث وجود داره. آقای یونس 5 فیصدشون مطالعه نکردن. خب یک قسم که ارقامش اگه دادن 800 تا حدیث یک جای ریسرچ کردن و پیدا کردن با از ریاض و صالحین اینا، 800 تا در مقابل ده ها هزار حدیث و یا صدها هزار روایت و اینا اصلا به 0.0001 فیصد یا شاید 0.01 فیصد برسد اقل. اصلا به 1 فیصد هم نمیرسه. چی رسه ای که انسان مجید 100% وقت مطالعه بکنه بعد از اون میتانه بگویه که 5 فیصدش جعلی و 95 فیصدش درست است. کمی چیزا بسیار متاسفانه میتانه جامعه ما را، یک تعداد مردم ما را به سوی راه بیراه بکشانه. امیدوار هستم که اگر ما آقای یونس هم یاد گفتم برشان که من برنامه را به یوتیوب میگذارم و میتونن باز برنامه را ببینن، باز اگر کدام چیز دلیل خوبتر داشتن ارائه بکنن، چرا نی؟ پس ای احادیث که 95 فیصدش درست است اصلا یک رقم بسیار گمراه کننده است، یک رقم بسیار بیراه کننده است که برای جامعه ما، برای مردم ما داده شد. و اینجا باید یاد بکنم خواهر برادر گرامی که البته در مورد حدیث امیدوار هستم که برادر خواهر ما متوجه شده باشن که بحثای کم و بیش صورت گرفته و من هم چند بار وعده کردم سر حدیث یک ذره بیشتر از دید قرآن کریم صحبت میکنم و امیرم لازم دیدم که قبل از اینکه من خودم شروع بکنم با یک کسی که او بیشتر به حدیث اتکا داره با او هم بشینیم یک مناظره بکنیم، که آقای یونس را دعوت کردم در برنامه که او را هم دیدیم و برنامه امروز خودم سر این مطلب میخواییم ادامه بدیم که ببینیم ما به کجا میرسیم، که یه حدیث اصلا چی هست، از دید قرآن کریم چی هست، قرآن کریم چی اهمیت برای قائل است، آیا کدام اهمیت قائل است برش، آیا بینندای ما خواهر برادر ما که یک اندازه مطالعات دارن در مورد حدیث، در مورد آقای بخاری و مسلم اینایی که حدیث جمع‌آوری کردن، صرفا یک آمه، البته در هفته قبل هم صحبت در این مورد شد که یک آقای بخاری که 600 هزار روایت را اینا جمع‌آوری کردن، از کی جمع‌آوری کرد؟ از مسلمان ها جمع‌آوری کرد و آقای بخاری 98 فیصدش دور انداخت، از مسلمان جمع‌آوری کرده بود 98 فیصدش دور انداخت.
یکی 2% از اون را گرفت که 7500 که در کتاب به نام صحیح بخاری ماند، که صحیح بخاری امروز چقدر مشکلات داره، مشکلاتی که جهان را میتونه به سوی بدبختی هنوز بکشانه، که من در هفته قبلم یاد کردم با آقای فرید یونس امیر سوال کردم که ببینیم که یک حدیث که در کتاب ایمان در حدیث 25 در بخاری وجود داره که به پیامبر نسبت دادن که ابدا ما به او استغفر الله که ما به او ایمان بیارم، به ایمان داشته باشم، گوره پیامبر گفته ابدا، برای اینکه مطابق مخالف تمام اصول قرآنی است و مخالف تمام اخلاق مدنی و بشری است. یک حدیثی که یا روایت بگویم که بر پیامبر نسبت دادن و همین دشمنهای قسم خورده پیامبر همچو چیزها را نسبت دادن و همچو چیزها را آوردن به کتاب بخاری ماندن، آوردن درجش کردن و یک مهر صحیح بودن هم سرش دادن به نام صحیح بخاری که هیچ کسی مهر پس کردن نتاره در جهان، در ممالک اسلامی هیچ کسی را پس کردن نمیتاره. این کشور غربی است که ما امروز تحقیق میکنیم و حقایق را برملا میگیم. در کشور اسلامی اگر شما بوین که حدیث بخاری غلط است، اصلا شاید یک هفته هم زندگی کردن نتانید. اینا امور صحیح بودن سرش دادن همین دشمنای قسم خورده پیامبر تا بتارن که چیزی که خودشان میخواست اون سر مردم بقبولانن و مردم از او فرهنگ بسازه، که آقای یونس هم تاکید میکنه که حدیث برای ما فرهنگ میده، از او فرهنگ بسازن و داعش هم فرهنگ خود رو داره. داعش که میبینید همون فرهنگ است، همون فرهنگ صحیح بخاری است و اصطلاح صحیح بخاری، اونون فرهنگ است که داعش داره، همون فرهنگ است که طالب داره، همون فرهنگ است که القاعده داره، همون فرهنگ است که بوکو حرام و النصره و الشباب و هر گروه دیگه که هست، اینا تماما اونمون فرهنگ حدیث دارن. که امیدوار هستم که آقای یونس ایره اصلاح بکنن که فرهنگ قرآنی را بیان به سوی فرهنگ قرآنی بیان. حدیث بر ما فرهنگ نمیده، حدیثی که 90% جعلی باشه چطور میتونه که بس فرهنگ اسلامی بر ما بده؟ خب شما آقای یونس که چطور قبول کردن که 95%ش درست است، مشکل خودشان است، حتی همون 5% به زعم خودشان هم همون 5% گفتم که میتونه که جهان را به سوی هلاکت و فلاکت بکشانه، که امروز ما میبینیم که در جهان چی مگذر است، چی مگذر. پس همون حدیث که روایتی که به نام حدیث صحیح زدن در کتاب ایمان، حدیث روایت 25 همینطور بوده که البته من سر من امر شده که من با تمام انسانها بجنگم تا وقتی که همه بگوین که لا اله الا الله و محمد رسول الله. وقتی که اونا همی کلمه را خواندن که داعش میگه، همه همی چیز را میگه، شما همه کلمه بیرق داعش را ببینین، همی اداره داره. خاص داعش هم ایست که تمام اقلیت ها را از بین ببره، اگر مسیحی است، اگر درزی است، اگر بهایی است، اگر شیعه است، اگر هر کسی که است از بین ببره و اونا سر از اونا به زور کلمه بخونه، یا او بوکو حرام که 200 تا دخترها را 200 تا نه خوب زیادتر پسان دوگام اختطاف کردن به شکل بسیار ناجوان مردانش، دخترها را از مکاتب مسیحی و غیر مسیحی و اینا اختطاف کردن، بردن و سرشان کلمه خواندن و چادر پوشاندن که اینما مسلمان، که این فرهنگ است که اونا میتن که آقایون سرش صحبت میکنن. متاسفانه اونم فرهنگ است، کمی کتابای حدیث اونم فرهنگ میده. بیاین که به فرهنگ قرآن ما مراجعه بکنیم، که ما قرآن را از قرآن بر خود فرهنگ ما بسازیم. قرآنی که هدایت است کلش فرهنگ بر ما میده. و امو روایت ادامه داره که هر وقتی که همه در حقیقت مسلمان شدن، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را خواندن، و وقت است که
خونشان و مالشان در امان می باشد. چی معنا؟ یعنی تا روز قیامت ما می جنگیم عین داعش کاملا 100% همی داره داره که تا روز قیامت اینا می جنگن تا وقتی که همه جهان را پیرو محمد صلی الله علیه و سلم بسازن، پیرو اون محمد که یک بت اینا جور کردن که به کتاب های حدیث از اون یک بت شکل دادن. اون محمد را که من برش ایمان دارم، اون محمد است که قرآن کریم را، قرآن کریم را خداوند برش وحی کرد و قرآن است که من به این برنامه و در این طول سال هاست که من صحبت میکنم خدمت شما بیننده گرامی. او فرهنگ ما باید از لابلای قرآن عظیمشان بگیریم و این فرهنگ کتب احادیث اونو فرهنگ است که اینمی طالب، حالا ببینین طالب یک رهبرش به جزای اعمال خود رسید، ملا عمر رهبر دیگهش انتخاب شد، حالا باز قسم خورده که امی خشونت ادامه پیدا میکنه. اینا واقعا باید اصلا اینا ریسپان های بسیار قوی و محکم در گردن از اینا شیطان انداخته، شیطان پرست های بیش نیست، اینا را کاملا سر و پای از اینا را شیطان فرا گرفته و اینا اصلا از خدمت شیطان انس و جن، انسیش پاکستان است، برامده نمیتانن، اصلا اینا برامده نمیتانن. اینا ریسپان بسیار محکم به گردنشان انداخته کشان میکنه تا بتانه که از بمن و منافع خود را شیطان جنی و شیطان انسی پاکستان و عربستان و گروه هایی که افراطی و تنرا و ناجور هست، اینا بازو برامده نمیتانن، قطعا برامده نمیتانن. حتما ولو هر رهبرش از بین بره یک کسی دیگه پیدا میشه که آذر میشه که ریسپانه به گردن خود پرته، قیزه اصارت را به دهان خود پرته و به جلوشه بته به دست دشمنای اسلام تا بتانن که اونا را بکشانن به مسیری که خودشان اصلا نمیفهمن که به کدام مسیر میرن و جهنم ابدیان جای همچو انسان ها و پیروای همچو انسان ها و کسایی که اینا را کمک میکنه بدون شک هست. هیچ شک مدنی مورد ندارم، برای اینکه اساس کار من قرآن کریم است و این قرآن کریم برای من همی صراحت را میده که من باید صحبت بکنم. یک خط میگیریم، برنامه تفاهم در پرده قرآن، بفرمایید. با سلام عرض ادب حضور جناب آقای وثیق، سلام علیکم. همیشه به اذن الله از شما بسیار میآموزم. چقدر صحبت زیبایی فرمودین، اینکه گفتین که من آن محمدی رو دوست دارم که فقط از قرآن گفت و بهش وحی شده بود که به غیر از کلام الله نگو. واقعا اون پیامبری هست که ما همه پیروش هستیم و این چنین پیروی میکنیم که وحی که بر اون داده شده ما اونو به عنوان تنها سند مسلمان بودن، یعنی تسلیم بودن به خدا. 100% بله. قدر زیبا بود این گفته شما، من مثل همیشه از شما میآموزم، ولی با اجازه شما و خداوند عظیم و شان میخواستم که به چندین آیات قرآنی اشاره کنم اگر اجازه شده. بفرمایید. این که بارها گفته شده ولی آنچه که از قرآن هر چقدر به ما گفته شده باشه برای تسکیه و پاک شدن نفس ما در راه هدایت الهی گفتنش بیمورد نیست به اذن الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره من هست روی سوره 6 آیه 114-115 رو میخونم، ادامهش میدم به یاری الرحمن. میفرمایند آیا غیر از خدا من به قانون بجویم؟ حال آنکه آن یکتا این کتاب را، کتاب آسمانی را کامل و مفصل بر شما فرستاده شده است. کامل. کسانی که کتاب دریافت کردند متوجه می شوند که این حقیقت از جانب پروردگارت است، هیچ شکی در آن نداشته باش. کلام پروردگارت کامل است در صداقت و عدالت، هیچ چیزی جانشین کلمات پروردگار نمی شود، او شنونده است آگاه. و زیباست که در همین آیه می فرمایند به ما در همین سوره، اگر از اکثریت مردم روی زمین اطاعت کنی اونها تو را از راه منحرف می کنند. چرا؟ چون آنها فقط از حدس یاد از احادیث پیروی می کنند، فقط حدس می زنند.
و خداوند اجازه میدن که دشمنان پیامبری، شیاطین و انسان کلمات فریبنده به یکدیگر وحی کنند تا همدیگر را فریب بدهند. اگر پروردگارت میخواست آنها چنین کاری نمیکردند. تو نسبت به آنها و دروغهایشان بی‌اعتنا باش. بنابراین آن چی که سند هست برای من به عنوان یک فرد تسلیم شده به خدا، تنها قرآن میتونه منبع پیروی من باشه. بله. چرا که هر احادیثی، هر حدیثی با حدیث دیگر هم فرق داره، ولی کلام خداونده که اصلا تغییر پذیر نیست، کامل عدالت، صداقت، و این در سوره 18 قرآنی دوباره تکرار شده که ما اینو از مد نظرمون انشاءالله دور نداریم. تنها منبعی که منو به پیروی میرسونه تمام کلمات رب العالمین هست. در روز حسابرسی از من سوال نمیشه که راجب حدیث بخاری چی فکر میکردی، از من سوال میشه که راجب پیام من چگونه عمل کردی. و خداوند میگن از رسولم میپرسم مردم به تو چگونه جواب دادن. رسول خواهد گفت مردمی قرآن را ترک کردن. نمیگه احادیث، فقط قرآن تنها منبع نجات. 100% این شده قرآن هست. و اینکه خداوند در قرآن به ما یاد میدن، در سوره 45 سوره الجاثیه میفرماین اینها آیات خدا هستند که ما بر تو با حقیقت فرستادیم. آیات 66 واقعا بسیار زیبا میگه. من به کدام حدیث به غیر از خدا و آیاتش ایمان دارند؟ یا رب العالمین، مسئولیت ما در مقابل این کلام پروردگار چه خواهد بود؟ میفرمایند در سوره 77 آیه 50 از کدام حدیث غیر از این پیروی میکنند؟ کاملا کاملا درست. یونس 23 باز اشاره میکنند این کتاب بدون نقص کامل بهترین حدیثه. اینو رب العالمین به ما میفرمایند. پس بنابراین به عنوان یک فرد تسلیم شده به خدا، با احترام به تمام عزیزان ارجمندی که دوستداران احادیث هستند، من در مقابل کلمات پروردگار سر تعظیم فرود میارم. خب امرایتان باشه، بسیار تشکر. منبع پیروی من هست. خواستم فقط در مورد اون فرهنگی که فرمودین، واقعا صحبت بسیار زیادیه، اینقدر از شما تقاضا میکنم چندین برنامه رو به این مسئله اختصاص بدین، چون فرهنگ عرب به غیر از فرهنگ اسلام هست. و متاسفانه به یه نمونش اشاره میکنم، در کشور شبه جزیره عربستان، کشوری هست کبیری، همیشه بادهای موسمی هست، مردم مجبورن سر و صورت خودشون رو کاور بکنن که از این بادها و شنها و طوفانها در امان بمانن، و این فرهنگ بدوی خودشون رو به عنوان فرهنگ به دنیا به عنوان فرهنگ اسلام توضیح و توجیه کردن. متاسفانه این یکی از بزرگترین خیانت هاست در دین اسلام. هیچ کجای قرآن به من بزن مسلمان نمیگه که حجاب بر سرت بذار که تو به عنوان شخص مسلمان بشی. خداوند برای تزکیه نفس من این پیامو فرستاده، نفس من پاک بشه، ولی ظاهر فیزیکی منو خداوند در قرآن دارن برای من یاد میدن. در سوره احزاب سوره 33 آیه 59ش میفرماین ای پیامبر به همسرانت، دخترانت و همسران زنان مؤمن بگو که لباسهای خود را قدری بلندتر بدارن تا این چنین زنانی پرهیزکار شناخته شوند و از بی احترامی دور بمانند. یعنی لباس آبرومند، لباس آبرومند بتن داشته باشین. بله، لباس آبرومند همیشه تاکید شده در قرآن. بله، لباس محجوبانه پوشیدن برای یک زن مسلمان بسیار قابل احترامی. من که به عنوان یک زن مسلمان هستم باید پس فکر بکنم این موجود وجودی که خداوند به من عطا فرموده امانتیه که من چگونه از این امانت استفاده میکنم، و از بهترین شیوهی که برای یک زن ممکن هست محجوبانه لباس پوشیدنشه. با احترام به تمام اون عزیزانی که سر خودشونو کاور میکنن، هیچ کسی نمیتونه به اونا بگه چرا حجاب میذاری. اصلا این در حد آزادی هر کس داره. بله، کاملا درست است. من به عنوان شاگرد قرآن، تنها 114 سوره قرآن منبع پیروی من هست. این گونه که قرآن به من یادآوری میکنه ادای احترام میکنم. با سپاس از وقتی که به من دادید. تشکر. لطف کردین. خوارگل، خدا امرایتان باشه. با ما میخواد ببینیم که بیننده گرامی
در همی بحث را که هفته قبل داشتیم من با یوتیوب گذاشتم، یک دو نفر دوستای اینا چند نفر البته تبصرهایی کردن که یک تبصره بسیار خوب بوده که من از امو البته به نام مایک یک کسی تبصره کرده، اسم خود اول خود گذاشتن مایک تبصره کرده، تبصره بسیار خوبی کرده که من تشکر بکنم ازشان که هدف اساسی هدف واقعی من هم عین چیز هست، منتها اونا به شکل واضح تر امیر بیان کردن که من ازشان تشکر میکنم واقعا که اونا یاد کردن که امروز قرآن برای ما همه چیز است، قرآن برای ما کافی است و ما این کتاب های حدیث که هست یک هیچ مکلفیت نداریم. این جملهش مرا جملهشان مرا بسیار خوشم آمد که هدف ما که ما همیشه یاد کردیم که چیزهای خوب در این کتاب ها هست اما ما از این کتاب ها مکلفیت نداریم. ما گفتیم چیزهای خوب درش هست اما ما پهلوی قرآن کریمی را نمیگذاریم، منعیس یک منبع دینی ما ازش استفاده نمیگیم. چرا وقت منبع دینی شد کاملا یک شکل دیگه میگیره به خود، کاملا دیگه او وقت است که مثل مسلمان امروز از پیش جور میشه که یک حدیث چه بوی رد بکنه میگه خلاص پیامبر قبول نداره، در حالی که او را دشمنای امو پیامبر عنوان کردن رساندن و او مسلمان ناگای ما که انوس خبر نداره، نامایی که کتب احادیث نمیفهمه چی رسه ای که در متنش وارد شوه و متنش بخونه و ببینه که چی از در متن، خبر نداره از او. منتها وایزین و مبلغینه که در حقیقت سوء استفاده از مردم عوام کرده، اونا بهترین دستاویز از برش کنی. یک حدیث کس رد کرد اونا میگن ببین اینا حدیث رد کرد مثل از این که تمام پیامبر هم رد کرد، قرآن رد کرد، اصلا کافر است. اینا شیوهاییست که شیوه بسیار بسیار ناجورگونیست که وایزین در طول تاریخ پیشه گرفته بودن تا امروز. امروز است که مردم آیست آیست آگاه شده و نقاب از چهره همچو وایزین و ملاها بلند میشه و اونا میفهمن، مردم میفهمن که اینا ازشان سوء استفاده کرده فوق العاده، چون اونا خودشان به مقام خود هستن و مردم را منعیس لشکر خود ازش استفاده میکنن که برین شما از ما دفاع بکنین تا ما سر قدرت بانم، تا ما پول داشته باشم، ما شهرت داشته باشم. البته های ای کاش که وایزین، البته هم وجود داره در بین وایزین هم انسان های شاید قلبای تسلیمشان هست اما گمراه رفت برای بیراه رفتن، اونا هم مطالعات کافی ندارن در زمینه، اونا هم کتب احادیث خواندن و به مو شکل، اما انسان های خوب است، اونا قابل از این است که اصلاح شوند، قابل از این هستند که به سوی قرآن واقعی بیاین و قرآن واقعی را درک بکنن، در وقت است که رای بهتر رایشان بهتر میشه. پس من تشکر میکنم از او برادر که این رو نوشته کردن که واقعا ما هیچ نوع مکلفیت نداریم در مورد کتب حدیث اصلا، بلکه یک چیزای تاریخی است، ما میگردیم یک چیز خوب و بهتر اگر ما پیدا کنیم، کسایی که میخواهیم مطالعه بکنن. اگر نه ما قرآن را که داشته باشیم و از عقل سلیم خود استفاده بکنیم، هیچ شک نیست که ما میتونیم که دنبال حقیقت باشیم و قطع درک بکنیم. میریم به اعلان تجارتی میریم و دوباره در خدمتتان هستیم لحظات بعد. خب بیننده گرامی، باز هم در خدمتتان هستم و به برنامه ادامه میدیم. دوستا زنگ میزنن، خطایتان کمی پسانتر میگیرم برای از اینکه ما باید این مطلب را تمام بکنم که اندازه که روشن شد با نظرات دوستانت من در مورد حدیثینا میگیریم. ببینید که یکی از چیزهایی که ما در هفته قبل صحبت کردیم با آقای یونس اینا، مسئله که آقای از امام ابو حنیفه را یاد کردم که امام ابو حنیفه نظر به یکی از شواهد تاریخی او یاد میکنه که احادیث درست و احادیث صحیح از تعداد انگشتان تجاوز نمی کنن. یعنی از 20 تا تجاوز نمی کنن. اون میگن 16 تا یا 17 تا حدیث صحیح انتخاب کرده، یعنی حدیثی که
میتان از خود پیامبر باشه. و برازی که از نظر تاریخی اگر ببینیم احادیث تقریبا در بین از بین 150 تا 200 سال بعد از پیامبر نوشته شده. امیر اول امیر فکر بکنه مومنین واقعی که چطور خداوند سبحانه و خالقی که یعنی خالق جهان هست و اصول خود را ده ای کتاب آسمانی گذاشته بر ما روان کرده یا کتب پیشین به اون شکل، و چطور خداوند حاضر میشه که بگویه که شما پیروی بکنین از اون چیزایی که 200 سال بعد از وفات پیامبر خدا درج شده نوشته شده، و چقدر دشمنی هایی بوده در صدر اسلام که ما شما تاریخ را آگاه هستیم که از 4 خلیفه خلفای راشدین 3 خلیفه به شهادت میرسه، 3 تن از اون خلفا به شهادت میرسه، و مشکلات شیعه و سنی جدا شدنش و این ماویه و این مسئله حتی به حد که یعنی خانم پیامبر هم عایشه صدیقه در جنگ با ماویه در جنگ با حضرت علی ببخشین درگیر میشن و در اونجا هزارها صحابه کشته میشن، شهید میشن، یکی شهید میشن یا نمیشن نور خالق میفهمه، برازی که مسلمان با مسلمان جنگ کرده هزارها نکرد گپش در 10-15 هزار که از نظر بر راپور تشیع تا 20 هزار میرسه، 20 هزار که اکثرش صحابه پیامبر بودن کشته میشن در اون جنگ، یکی با دیگر جنگیده می جنگیدن. و این دشمنی ها خب در موقعی بوده که درست بعد از وفات پیامبر بوده، حضرت علی سب در 25 سال بعد از پیامبر چیز میکرد خلیفه شد، خب در اون دوران بوده، یعنی پیامبر 25 سال از وفاتش گذشته، خب این دشمنی ها تمام روایات و همی دسایس که انسان ها با هم دیگر اختلاف داشتن یه منعیس یک روایات آوردن و انتقال دادن از یکی به دیگر که بنام از یکی من از پیامبر شنیدم، پدرم شنیده بود پدر کلان و نیکی و اینا، و اونا از پیامبر یا از یک صحابه شنیده بودن که پیامبر همچون چیزی گفته بود، و 200 سال بعد ایره جمع‌آوری کردن یا 170 از 180 سال بعد ایره جمع‌آوری کردن که آقای بخاری گفته از 600 هزار 7500 شه 500 چند تایشه در کتاب بخاری گنجانید که با بدبختی تمام امروز هم یک عالم چیزهای بسیار لاوبالی در کتاب بخاری وجود داره. بسیار خواهر برادر گرامی من، من خدمتتان که میره یاد میکنم که بسیار لاوبالی، بسیار کوچه و بازاری هست، من اصلا به خود جرأت نمیتم براتان صادقانه میگم، بر خود جرأت من نمیتم که از طریق کمره تلویزیون میره بر جهان بویم همچو کلمات لاوبالی و پیش و پا افتاده و کوچه و بازاری و تفلانه را. در کتاب صحیح بخاری است و ایرام صحیح نامش ماندن تا بتانن که مردم گمراه و مردم بیچاری ما را به سوی گمراهی بکشانن، و به می خاطر بوده که مردم را از قرآن دور کردن تا ملا و واعظ دست مردم را بگیره و برای ببره که خود از اونا میخواه، و رای ببره که اونمو فرهنگ بیگانه است که متاسفانه تا امروز هم در جامعه ما ازش دفاع میشه، همون فرهنگ بیگانه را بتانن در جامعه ما بقبولانن و جامعه ما را به سوی بدبختی های هرچی بیشتر بکشانن و از فرهنگ قرآنی دورشان بکنن. که من 25 سال است که قرآن در محافل صحبت کرده، در محافل همی امریکا لس آنجلس، در مجالس دوستا و عزیزا که افتخار ما همیشه داشتیم، و تا امروز هم کم و بیش گرچه بسیار مخالفت های است، بسیار کوشش میکنن که بسیار در تپ و تلاش هستن، کسایی هستن که اونا نمیخواین که ما در محافل بیایم و از قرآن صحبت بکنم، نامشان مسلمان است، برازی که نمیخواین فرهنگ قرآنی بر مردم برسه، اما فرهنگ بیگانه که بند در کلچر مسلمان دیگه مزج شده، جذب شده
اونمو کلچر نگاه میکنن، کسایی هستن که امروز از اون کلچر دفاع میکنن و مرا هم به ما اجازه نمیدن که در در بعض مساجد بر ما اجازه نمیده خوار برادر من که من برم اونجا و فرهنگ قرآنی رو صحبت بکنم، فرهنگ قرآنی رو از قرآن صحبت بکنم و از قرآن راه و روش مسلمان راه و روش خود انتخاب بکنن. برای زی که نمیخواین که فرهنگ قرآنی، یک تعداد کسا هست که سخت در ایران فعالیت میکنه که فقط من میگم خواهر برادرم هستن، اما خداوند اونا را هدایت بکنه اگر خواستش باشه. اونا هدایت خودشان نمیخواین، به اون خاطر خداوند هم هدایت خود را تحمیل نمیکنه. اما راه گمراهیشان من هیچ شک ندارم که در راه گمراهی هستن، هیچ من شک ندارم، یک فیصد هم شک ندارم که اونا در گمراهی قرار دارن که نمیگذارن که قرآن بر مردم برسه تا جایی که مقدور است. در اینجا نمیگذارن. در کشورهای بنام اسلامی خب اصلا گفتم مثل ما آرادم ها اول به می سر و صورت که ما میای و میجا ریش تراشیده و سر برهنه و نکتایی و این آن اصلا او کلچر را قسم ساختن که من را قبول کردن، نمیتونن که بهم از دین صحبت بکنم، از قرآن صحبت بکنم. بارها بر من از طریق تلویزیون ها گفتن که آیا خودت همراه نکتایی آمدی ششی میایی از قرآن صحبت میکنی. شما فکر کنید برای اینکه همون فرهنگ بیگانه را آوردن تا ریش داشته باشی، عبا و قبا داشته باشی که مردم دست و پای تو را ببوسن و تو را قبول بکنن و هر چیزی که تو بگوی فرهنگ بیگانه رو بیاری، دشمنای قسم خورده پیامبران بیاری برشان فرهنگ برشان همون فرهنگ برشان معرفی بکنی، قبول بکنن. برای زی که میگه این می اسلامیست دیگه، این همینطور بوده، اصلا پیامبر این همینطور بوده خلاص، در حالی که کاملا مردم را از اصل فرهنگ قرآنی و اسلامی دور کردن است که او قرآن کریم هست که با تأسف تمام امروز در جامعه ما هنوز دوام داره و هنوز او فرهنگ مدافع داره با تأسف تمام. اما ما داریم خوشبختانه انسانهای بسیار خوب و فهمیده و دانسته که از عقل سلیم برخوردار هستن و ولو از دین کمتر میفهمن ولی سالم فکر میکنن که افتخار ما هستن و اونا کسایی هستن که واقعا مرا درک کردن میتونن. این جای بسیار افتخار است، این جای بسیار افتخار و خوشی است. پس این چیزایی که امروز آمد به نام کتب احادیث که من میگم چیزای خوب درش هست، آن چیزای خوب از کتب تاریخی هم ما میگیریم. ما این وجیزایی که پردن از شکسپیر و از اینشتین و از هر کس دیگه که انسانهای بسیار از ارسطو و سقراط افلاطون و مایگان چیزه که خوشما میگیریم، کت و پیست میکنیم، برای دوستای خود روان میکنیم، در صحبتهای خود یاد میکنیم. خب چیزهای خوبی که دریه هست، اونمو چیزهای خوب شاید از پیامبر خدا اونمو چیزهای خوب مانده، اما دیگه چیزها همه چیزهایی است که دشمنهای قسم خورده پیامبر آوردن و در این کتاب گذاشتن و انسانها را از راه راست به سوی بیراه کشاندن. که من متاسفانه هنوز جامعه ما آماده از این نیست که مکمل درک بکنه و امیدوار هستم که برادر خواهر ما خودشان یک اندازه بیشتر تحقیق بکنن و رای خود انتخاب بکنن دقیق. حالی آمدیم سر یک نکته بسیار مهم دیگه، یک نکته مهم دیگه که من با آقای یونس هم همین سوال مطرح کردم که بازم جواب ندادن متاسفانه. برازی که ببینید همی کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم در بین همی سهای سته که به نام شش سته شش یاد میکنن، سهای سته یعنی شش کتب صحیح یا شش منبع صحیح، یک کتاب نیست، یک بخاری نو جلد داره، یک کتاب نیست، اما سهای سته یعنی منبع صحیح که یاد میکنن و در همین کتاب ها در همین شش خب بسیار خوب اگر لطف بکنیم امروز روی پرده بیاریم که یکی از
خب ببینین معلوم میشه بازم بهتر از بد نیسته. اینه من گرچه در کتاب دوستای محترم من در کتاب چیز دارم، کتاب صحیح مسلم دارم، اما شما ببینین در خود صفحه اونجا sunna.com هست. در sunna.com من او را خواستم که اصلا در خود صفحه تلویزیون هم بگذاریم که دوستا ببینن. و ترجمه انگلیسیش بسیار خرد می آمد، به دست چپ هست. من ترجمه فارسیش براتون من ترجمه می کنم اینجا، ولی در sunna.com در کتاب حج آیه شماره 147 در بعض کتاب ها را 159 نشان می ده. پس اینجا اگر متوجه شوید در همین حدیث ای که صحیح مسلم هست، صحیح مسلم در کتاب حج، پیامبر خدا در حجت الوداع، در حجت الوداع یاد میکنن، صحبت طویل داشتن، در اونجا یاد میکنن که وقد ترکت فیکم حقیقتا، ما بر شما گذاشتم چیز را، ما او چیز را که لن تدلو، ابدا گمراه نمیشین. لن کلمه نفی ابد هست. لن تدلو ابدا گمراه نمیشین بعده و بعد از آن. اینه اتسمتون بی، اما شرطش چی است؟ که اگر او شما به او چنگ بزنین، محکمش بگیرین، یعنی محکم او رو بفهمین، درک کنین و برش عمل بکنین. و او چی است؟ کتاب الله، کتاب خدا. هیچ چیز دیگه نه نگفتن. کتاب الله در اونجا نوشته است، کتاب الله، کتاب خدا. و ادامه دارن، وانتم تسالون عنی، شما از من پرسیده میشین، مسئول هستین از این آیه. فما انتم قائلون، از بر صحابه خود که بلاغ میکردن، از صحابه پرسان میکنن که شما در این موارد چی میگین، و صحابه میگن که نشهد انک قد بلغته، ما شهادت میدیم که حقیقتا توی حقیقت را رساندی، و ادیت و ادا کردی مسئولیت ده، و نصحت و ما را نصیحت کردی. قال فقال، پس بعد از او پیامبر خدا میگه که چی میکنه؟ به اسم اهل سبابه، با انگشت خود اشاره میکنه، یرفعها الى السما، که بس آسمان بلند میکنه، و کتها الى الناس، و او را به سوی مردم اشاره میکنه و میگه که اللهم اشهد ثلاث مرات، سه بار میگه خداوندا شاهد باش که حقیقت را من رساندم. تنها مسئله قرآن نبود، مطالب دیگه هم بوده که رسانده، اما در همین زمین قرآن را در موردش یاد میکنه که من چیزی را براتون گذاشتم که اگر شما متوسل شوین و او را بفهمین، بدانین و برش عمل بکنین، ابدا گمراه نمیشین. پس این قرآن است که برای ما همه چیز را میده و ما این را بخوانیم و بفهمیم و برش عمل بکنیم. و ضمناً یک در جلد دیگه از این حدیث هم، بازم صحیح مسلم هست، در جلد دیگه از این کتاب زهد است، شماره 72، اگر من در اونجا آیه گفته باشم افهمی خواهم، منظورم شماره چیز است، شماره همون روایت است یا حدیث است. در اینجا چرا بعضن کلمات آیه و حدیث اینا چون زیاد یاد کردیم با هم دیگر رد و بدل میشه، و در اینجا در شماره 72 معنی کتاب زهد در صحیح مسلم بیان کرده است، پیامبر خدا نقل شده که لا تکتبو عنی، شما از ما چیز نوشته نکنین، شما از ما چیز رو لا تکتبو نوشته نکنین، عنی از من هیچ چیز نوشته نکنین، و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحوه، و هر او کسی که غیر از قرآن چیز را نوشته، یعنی این روایات و کتب اینایی که نوشته، اول کتب نبود در موقع، کتبی نبود، این روایت یک بعضی که هر کس بر خود نوشته میکرد، کسایی که چیزای نوشته کرد، پیامبر خدا گفت که او را چی کنین؟ فلیمحوه، حتما باید او را محو بکنه، حتما او را باید از بین ببره. حتی نظر به یک حدیث دیگه که پیامبر خدا
در جای روان بود، چهار پنج نفر شده بودن، یکیش روشنه میکرد، گفت چی روشنه میکنین؟ گفت چیزایی که از خودت میشنویم و میبینیم اینا. گفت میخواین در پالوی کتاب خدا یک چیز دیگه رو بانین، محوش کنین، از بین ببرین. و اموجا محوش کردن از بین برد. بعد از او حضرت علی و حضرت ابوبکر علیه السلام هم اینا هم و کسایی که یارای نزدیک پیامبر خدا بودن و اونا از امر پیامبر اطاعت کردن، اونا چی کردن؟ محو کردن اونا را. اما پس حال اینجا دو روایتی که در این کتاب ها هست که مطابق قرآن کریم هست و این در صحیح مسلم، در صحیح مسلم هم هست و این دو روایت من برای آقای یونس هم دادم هفته قبل که سرش تفسیر زیاد نکردن. اصلا عالمی دو روایت اگر ما مسلمان های ما بگیره که من سوالم کردم همیجا اگر بیننده ما به خاطر داشته باشه که مطابق همین دو روایت که از پیامبر خدا نقل شد که پیامبر خدا یکی گفت که هر چیز غیر از قرآن نوشته کردین محوش کنین، و دومی که من چیز را براتان گذاشتم که ابدا گمراه نمیشین و او قرآن کریم هست. پس این دو روایته که گفت، خب پیامبر خدا زنده بوده که ره صحبت کرده، ولی یک و نیم صد دو صد سال بعد از حیات پیامبر امی کسایی که خود را عالم گرفتن و امت پیامبر دانستن و پیامبر به می صراحت نهی کرده، ولی رفتن جمعوری کردن و امروز صدها کتاب را در پالوی از این قرآن کریم ماندن. صدها، باور بکنین، یا اقلن ده ها تا از این کتاب را، از این کتاب ها را در پالوی از این ماندن که به اندازه قدم هم میتونه کتاب شوستن، بیشتر حتی بیشتر در پالوی از این کتاب ماندن تا بتانن که همون فرهنگ بیگانه را معرفی بکنن، امو فرهنگ بیگانه را بیارن جامعه اسلامی را به مسیر دیگه بکشانن که خواست خودشان بوده. پس اینجا با صراحت تمام که من میبینم مسلمان ها تا امروز در نافرمانی از خدا و رسولش زندگی میکنن. هنوز بسر آیات قرآنی صحبت نکردیم، البته هفته قبل کم صحبت کردم که آیات چنده است که بسیار بسیار زیبا است که ببینید که قرآن چی میگه در این مورد. ولی مسلمان را امروز یک مسیر، یک روش دیگه برش دادن، یک کلچر دیگه برش دادن، یک فرهنگ دیگه برش دادن، نامش فرهنگ اسلامی ماندن که اصلا فرهنگ اسلامی نیست، برای اینکه با قرآن کریم سازگاری نداره. او فرهنگ نامش، نام مسلمانی را هایجک کردن تا برش بدن تا بتانن که مسلمان را به مسیر بیگانه و نادرست بکشانن و منافع خود اونمو کسایی که منفعت جو بوده، اون منافع از اونا باید تضمین شه، اون منافع باید تضمین شه. دیگه چیز خطا زیاد است دوستای محترم، به مطالب ما مانده، البته من خطا رو باید بگیرم برای که دوستان منتظر هستن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. آقای وزیر درود بر شما، برادر عزیز، یک چند دقیقه خود دمتون بگی. خواهش میکنم آقای کیوان بفرمایید، یک چند دقیقه مون دم بگیرم. راست میگین، بله، به خدا به حد یک مصروفیت سالم خوب آموزنده را در این چند روز که حتی برنامه شما تکرارم نشر شد کته ما بخشم که بسیار بلند است. خواهش میکنم بفرمایید. این پخش میکنم که بسیار اشتباه و معذرت میخوایم. آقای وزیر، من برای شما احترامانه و به دوستایی که صدای ما میشنوه اتون حق میکنم که اولا امی خود دبیت یک اصول داره که او اصول ایست که کی با کی مثل پالوانی وارد کی با کی دبیت بکنه و کی با کی در مسابقه بیاید. شما در بین که من دریافتم، میره من از شما توصیف نمی کنم و عادتی هم نیست و این واقعیت هست، این کل ملا صاحبا هم می فهمه که مدعی بحر علم هم هستن و با قبای خوبتر و بالاتر از ما هم دارن، ولی اونا هم شکست خوردن، دیدن که
شما چه میگین و از کجا میگین؟ باری که گفت ایست که یکی از چانته خود گپ میزنه یا از خود میسرایه، با خود یک آیین و یک رایی که بتانه در جامعه به حیث یک هیرو سال 2015 نفوذ بکنه، ظهور بکنه، به گپ میزنه. و یکی دیگه مثل شما از جای گپ میزنه که او را تا امروز ما به نام کلام تغییر ناپذیر شناختیم، اگر کسی مؤمن باشه. من در این افسوسی میکنم که کسی میگه من مؤمن به خدا هستم. ببینیم که من چقدر کسیشون صفا گپ میزنم، بشنوه خدا کنه دکتر جان بشنوه. من میگم که اگر مدعی هستین شما ملا صاحبایی که یا دکتر صاحبا یا عالم و محقق، با سر تحقیق من گپ میزنم، تحقیق چی است، ریسرچ چی است و اصلا کی محقق شده میتونه؟ دکتر جان، آیا محقق کسی که کلام عربی را تلفظ کرده نتانه میتونه شده؟ آیا کسی که از نحوه نزول قرآن آگاهی نداشته باشه؟ قرآن بخشای مختلفش نفهمه؟ آیات مکیر تا مدنی فرق کردن تانه؟ لا حول ولا. من در اینجا افسوسی میکنم. من نمیگیم که کس حق نداره، من نمیگیم که من کنترول میکنم کسی را، من نمیگیم که کسی را من سرش حاکمیت میکنم و دین استعمار میکنم مثل که انحصار میکنم مثل که دیگر ها میکنن و نه آقای وسیب. من با این که بسیار حرفای دیگه دارم که با شما هم این یک نوع سلسله مخالفت های دوستی و محبت هایی است که هر کدام ما حق داریم، ولی و اگر باز قرار باشه که در جای من یک نظر بتم، باز اینجا با شما من من حیث یک انسان واقعی بین و شما من حیث یک مؤمن به کلام خدا باز وجه مشترک دارم. آقای کیوان، من یک امی پیش ازی که خط شما رو من بگیرم یک مطلب را یاد کردیم. من نظر شما رو در امی مورد میخواهیم جویا شوم. اوی که امی دو حدیث را که من خواندم از صحیح مسلم که یک جای پیامبر خدا به مو صراحت یاد میکنه که از من هیچ چیز نوشته نکنین و هر کس هر چیز از من نوشته کرده محوش بکنه، و در حدیث دیگه یاد میکنه که من فقط بر شما یک چیز را گذاشتم که اگر برش متمسک شوین ابدا گمراه نمیشین و قرآن کریم هست. خب آیا مطابق همین دو حدیث من برداشتم همیست که مسلمان امروز در مخالفت با خدا و رسولش هست بدون شک، برای زی که او پیامبر میگه هیچ چیز دوشتر نکنین محوش بکنین، و امروز ده ها چیز صدها جلد کتاب را در پالوت قرآن آوردن و بر مردم را کاملا به مسیر ناجور دیگه کشاندن. نظر شما در این مورد چی هست؟ من اول خود را امتنان میکنم. من اینقدر بارها گستاخی کردیم وقتهای شما، وقت شما را گرفتیم. خواهش میکنم بفرمایید. ولی امروز بهترین وقت است که شما اصلا مندی کنیم. خیر است، یک دقیقه، دو دقیقه تا پنج دقیقه فرق نمیکنه. ببینیم که جوابه که من میتونم دادم. من این جواب نمیگم، من موافقت میگم با شما، من موافقت خود اظهار میکنم با شما. من از این حرف نمیزنم که گویا حدیث آل من لحظه بعد برای شما من گروه های در چندین گروه احادیث تعدادش خواهد برای شما احترامانه عرض میکنم به دوستان، به احترام به حدیث پرزادای عزیز، به حدیث پرستای عزیز برد میکنم که به 2 میلیون متجاوز است این احادیث مبارک. این آل من از کتابی که او را خود آقای خمینی به نام کتاب به نام توزیع المسائل که از کلینی تا خمینی در اونجا احادیث جمع شده، هنوز جای خوده داره. بله بله، اگر روی عزیز صحبت بکنی خنده گرده در کشی. من میدارم امیال، من چیزهایی خواندیم که راستی بسیار 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 خنده دار است. بله، ما
اول سر خود شخصیت پیامبر حرف میزنیم و سر خود کلام خدا حرف میزنیم. اول مثل تحقیق، مثل تغییرو به کلام زمان و تغییرون که نمیفهمون او حدیث هست یا آیت که این آقا میگه که قرآن به زمان تغییر میکنه و باز کیور تغییر میتا و تفسیر میکنه. آقای فرید یونس میخواه این کار بکنه، خدا عقلش قد نداد، نعوذم بالله. خب اونا بکنه صحبت نکنی اینا نمیشن. پس چه میکنی کلام خدا را که کلام ازلی میگی تو مسلمان؟ من چه میکنی؟ من غرق در گناه هستم و خودتم افسوس میکنم که میگی کلام خدا تغییر ناپذیر است. دلوح محفوظ از زمانی بوده که حتی انسان نبوده، بعد از او به مرور زمان توسط جبرئیل به حضرت محمد آمد. خب اولی که در این بسیار حرف هاست که این قرآن چقدر در اونجا دستکاری شد که من این علنا میگیم که اونجا اسنادش هم دارم، سندی هم حرف نمیدارم که اونجا باد من همراه شما اختلاف نظر دارم که در وقت دیگه بحث میکنیم. خیرت آن من خودت نمیفتین که دشمن بهره برداری نکنه. نه دشمن نیست، نه اصلا. ببینین که ما آقای کیوان امیر خدمت بینندای محترم ما میاد بکنم خدمت همه که امروز دشمنی نیست بین ما. ما دو همه هم افغانای عزیز ما، همزبانای عزیز ما، انسان ها همه دیدهای مختلف دارن. ما میتونیم که اگر بشینیم با هم دیگر بیشتر صحبت بکنیم شاید بتونیم یک راه حل خوبتر و بهتر بر ما پیدا شود. چرا انسان‌های فهمیده و دانسته از عقل خوبتر و بهتر و سلیمتر برخوردار هستن. شاید وقتی ما پیشنهادهای خوبتر میکنیم آیسا خودشان فکر میکنن. اگر متوجه شده باشین دکتر سفرید یونس در خلال صحبت خود یک دفعه یاد کردن که یک وقت فکر نمی کردن اهل کتابه که مؤمنین ها باشن و بسان یک رساله یکی هم نوشته کردن با آقای قرآنی یک جای رساله نوشته کردن که اهل کتاب یعنی یهود و نصارا نه مشرک است و نه کافر هست. که این اعترامانه به یاد بکنم که یک وقت بود که من که سر این مسائل اهل کتاب صحبت میکردم که اینا مؤمن هستن، محترم آقای فرید یونس شدیداً مخالفت میکرد و میگفت اینا مشرک هستن و اینا کافر هستن و حتی به این اندازه مخالفت میکرد. ولی همین کردت بر از اونا باشه که ملا نیستن. چرا اگر ملا میبودن ملا تغییر نمیخوره. متاسفانه ملا امروز تغییر نمیخوره. مگر آقای فرید یونس ببینید که تغییر بسیار کامل خورد که کاملا آمدن و گفتن که نه اهل کتاب دیگه مؤمن هستن، اینا کافر و مشرک نیستن. حتی رساله نوشته کردن که دیگه هیچ وقت نمیتونن از او انکار بکنن. پس اینجاست که فرق اونا با ملاهای دیگه زیاد تاثیر ما باید کردیت برشون بدیم. بله فرق نمیکنه اینا. من میگم چی میگم درست است. من ای آدم از دیگه دوست داره روشنگرای میدانم که اینا به مراتب از ملا فلانی و خاله فلانی و بستانی کرده شرف دارن، اینا برای ما بسیار ارزش دارن، ما برای اینا احترام میگذاریم، اما به شرط از این که پای از لاف خود بیرون نکنن. اما حقایق را میگیم، حقایق را بسکنده و واضح باید بیان میکنیم. بعد مخالفت ما با کسایی است که مدعی یک چیز است، مدعی دین است و او باز برخلاف دین و قرآن عمل میکنه و او را نقص میکنه، او را میخواید که تفسیر کنه خودش در سال 2015 و میگه که ای به زمان ارتباط داره. وقتی که اطور بگویه علم خدا را، علم قدیم خدا را منحصر به زمان میسازه و در اون جس که باید خدا عظمتش از دست میتبادله، او خدا نیست، باز به جایش فرید جان یونس قرار میگره. این جسگه این کفار نتانسته کسی بمی سراحت و بمی شرافت و بمی غرور و شاو و اخلاق بگویه. ما میگیم خب حال پنج دقیقه تا پوره شد، هنوزم ادامه میتونی یک دقیقه دیگه؟
معذرت میخوام، فقط حرف اساسی سر از این است که شما وقت خودت تا جایی را نمیگین که ضایع کردین، ولی بعد که وقت خود سر از این حرفا و سر از این مردم میگذارمشان، احترام میگذارم، ضایع نمیکنم. منتها من برای شما از جمله احادیثی که عرض کردم پیشتر که به 2 میلیون میرسد، این را به 10 دسته تقسیم کرده، 1 دکه مرور میکنم که کدام دسته است. این دسته اول از این را میگه که این مجموعه احادیثی است شامل نظریات دینی و اخلاقی، فکری و منطقی قابل قبول است، اولش خوبترین است، اما اینا به او 2 میلیون نمیرسد. دوم دسته احادیثی که با یک در ضد و نقیض داره، آن دیگه هم 1 دسته اول قبول میکنه که از 7 شاید هم 70 شاید هم کمتر و زیادتر زیاد نرسه. دیگه احادیثی است که با ضد و نقیض هستن، احادیث دسته سوم با مفاد آیات و احکام قرآن مباینت روشن دارن، و همچنان حدیث دسته پنجم و ششم و هفتم و هشتم و دهم هر کدام. این بحثاش زیاد است آقای کیوان، خطا روشن است، اگر لطف بکنین یک مثال که اگر لطفاً ان یک حدیثه که من نمونه بتم، در قرن سیوم هجری امام محمد اسماعیل بخاری مقاله بکی میفهمی که در این چقدر حدیث جور کردن، و یکیش میگه که خدا، ببینین شما این صحیح بخاری است علمای حدیث پرست، خدا چون آدم علیه السلام را بیافرید همه ذریعه و ذریعه او را در روی دل بسته، و بالاخره میگه جواب کمی که عمر تفصیل نمیخوایم بکنم، وقت کم است. خلاصه این میگه که آدم علیه السلام چون عمرش نسبت به داود علیه السلام زیاد بود، و داود علیه السلام نزدیک به مرگ، اولی که هم قرن نبودن هم عصر نبودن، دروغ مکمل. خب باز میگه که این داود علیه السلام گفت که خب ای آدم جان، یک چند سالت خوبه من هم بده. اینجا میگه که زود آمدی که عمر من، خب اینجا نوشته میکنه جواب آمد که ای مردیست که تو داود نام داری، و چون آدم بدانست که عمر داود فقط 60 سال است، در حالی که نبود، از خدا خواست که 40 سال از عمر او بگیرد و بر عمر داود بیفزاید، و چون اسرائیل در هنگام موت بر او در آمد، آدم گفت زود آمدی ای اسرائیل، عمر من که 1000 سال تمام مقدر شده است. گفت مگر از آن 40 سال به داود بدادی؟ گفت چنین نکردم. ممکن میشه آقای آدم؟ و از آن روز بود که سند نوشتن و شاهد گرفتن برای مردمان مقرر شد. گفتم از چیزها بسیار زیاد است، بسیار چیزای زمان بخاری و از زمان متاسفانه، من گفتم بسیار چیزای طفلانه و کوچه و بازاری درش هست، اصلا شک درش نیست. بسیار چیزاست، وقت نداره. خواهش میکنم، بسیار تشکر. تشکر از شما از وقت. خواهش میکنم، خدا نگهدار. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. بله بفرمایید. محترم عتیق سلام به شما بینده های محترم میرسونم. سلام به شما برادر محترم، بفرمایید در خدمتتون هستیم. عتیق صاحب برنامه شما راز شبوه بسیار آموزنده است، خدا را شکر، زیرا دلایل و نتیجه گیری های شما از نفس قرآن است. کاملا متوجه رو میدارم. بله ما اکثرا تلویزیون ها رو میبینیم، بعضی فتاوی و برداشت های غیر قابل قبول است. با یکی اونا من یک تفسیری کوچک داشتم و بعدا از شما خواهش شنیدم. بلی؟ اول هر کس در قبال جامعه مسئولیت داره، حقیقت باید بگویه و ازش حمایت کنه، نگویه به ما چی، نه خدا و نه بنده محافظه کارانه دوست داره، و دین نباید از متخلفین آموخت. من چند وقت پیش در کنفرانس آمو یک کم حرف ستار سیرت شنیدم، او گفت در ازدواج کدام محدودیتی وجود نداره، یعنی دختر در هر سن و سال میتونن نکاح شه. به هر صورت وقت مراحت میکنم، خواهش میکنم. سوره نور درباره اولین واحد اجتماع که خانه و خانواده است هدایت میده،
البته میخواستم بگویم که تیموشا جان اصلا در این باره خانه و خانه و دو یا در این مسائل صحبت های مقبول داشت که ما هم از او استفاده میکنیم. ببینیم وسیق صاحب که قرآن شریف برای ازدواج چندین شرط داره. بله. در نکاح اول اهلیت، ظرفیت است، رضایت است، صداقت است، بلوغ عقلی و جسمی و ثبت واقعی ازدواج. اهلیت و ظرفیت خلاص میخواستم بگویم رضایتشان است. اگر رضایت معارض قانونی داشته باشه، مثلا زن شوهردار یعنی ظرفیت نداره، زیر شوهر داره، محسنات از جمله محسنات استفاده بله حساب میشه. بله. یا کسی از لحاظ بلوغ عقلی و جسمی فاقد اهلیت یا ظرفیت است، رضایت او هم قابل قبول نیست. و رضایتی که بین دو فرد مستقیما رد و بدل میشه و متوجه باشن و مجاز باشن، متوجه مثلا اهلیت داشته باشن، مجاز یعنی ظرفیت داشته باشن. بله. بنا به دلایل قرآنی کسایی که هر کسی که ازدواج صغیر و صغیره را مجاز میدانه او ملحد و مشرک است. اصلا ضد قرآن است. بله ضد قرآن است کاملا. بله بله. و این بزرگترین جنایت در اسلام وسایل باور هاست. این ملاها اسلام را لگدمال میکنند به خاطر چند دلاری که به دست بیارن. سوالم از این ملاها ایست که چطور تجویز میکنید که به دختر 4 ساله میتون تجاوز کرد؟ ملایون چطور به خود اجازه میدن که به قرآن که میگه که اکمل و اتم هستم تهمت میبندن؟ یعنی در باره نکاح عقلی و جسمی ذکر نشده. افسوس به حالتان. با این فتاوی آبروهای نداشته اینا بیشتر برباد میشن. البته ما اهل تحقیر و تمسخر نیستیم. از اینا من حیث یک مرجع دینی سوالات کردم که جواب بدم. اگر از ملا سوال شد که با خواهرت یا دخترت ازدواج میکنید، میگن قطعا ابدا ما اسلام دیگه داریم. یا این که این قانون برای دیگر است، خوب اگر اسم این زن فروشی نیست پس چیست؟ شیخ بزن فایشه گفت مستی هر روز به دامان کسی پیوستی. گفتا شیخا هر آنچی گویی هستم، اما تو هر آنچی می نمایی هستی؟ تشکر. خواهش میکنم. بسیار وقت دارید. خواهش میکنم. من حال از شما میشنوم. بسیار لطف کردین. صحبت خوبتان. خدا نگهدار. خدا نگهدارتان باشه. ببینید که اول من تمجید میکنم دوست عزیز که واقعا همین نکاتشان بسیار نکات خوبی بوده که یاد کردن در مورد بخصوص نکته مهمی را که امروز دیگه تمام افغان عزیز ما آگاه هستن، بینندای ما آگاه هستن ازش که همین ازدواج صغیر اینا یک جنایت بشری بیش نیست. و امو بازم با امیدوار هستم که آقای فرید یونس هم امیر متوجه شوند، امیر بفهمند، امیر بفهم ببینند برنامه را که امی فرهنگ اونمو فرهنگ است که اگر به نام خاطر امی کتب روایات و قصه ها افسانه هایی که دشمنای پیامبر خدا بر پیامبر منسوب کردن به خاطر اونمو کتاب ها هست که امروز امی حتی آقای سیرت که خودشان به نام پروفسور معروف هستند، ولی متاسفانه خودشان نه تنها معذرت نخواستن بلکه آمدن و از او دفاع کردن. آیا در قرآن کریم است؟ ابدا ابدا در قرآن کریم نیست. ولی قرآن کریم بسیار به صراحت تمام در آیه ششم یاد میکنه شرایط نکاح که نکاح یک انسان وقت به نکاح حداقل عموم منیممش یعنی کمترینشون موقعی است که انسان چی شده باشه؟ به بلوغ رسیده باشه. قرآن کریم یاد میکنه که وابتلوا الیتاما، آیه 6 سوره نساء، وابتلوا الیتاما، شما یتیمایی که زیر اثر شما هست اونا را بیازمایین، یعنی بیازمایین به ایمانان که ببینین مشاهده بکنین که اونا به سن قانونی خود رسیده باشن. حتی اذا بلغ النکاح،
اون موقعی تا وقتی که اونا به سن بلوغ نکاحی رسیده باشن، به بلوغ نکاحی رسیده باشن. ببینید که در مورد چی است. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، و اگر شما در اونا رشد و بلوغ را دیدین، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالی که شما سرپرستی میکنین تا امروز برای اونا صغیر هستن، و اموالشان را برشان پس بپردازین. آیا برای یک دختر 4 ساله یا برای یک بچه 4 ساله شما اگر یک مالش را برش بدین، و طفل امرای پول بازی میکنه مثل کاغذ واره، اصلا به رشد نرسیده، اصلا به بلوغ نرسیده. 4 ساله چی که 5 ساله و 6 ساله و 10 ساله اصلا. یک جنایت بیش نیست که طفل صغیر 4 ساله و باز بیاین از او کده بی‌شرمانه تر چیزی بوین، که چون یک ملای دیگه در یکی از تلویزیون آمد و او گفت که هیچ اصلا سن نکاح قید نشده، میتونه یک دختر 2 ساله هم ازدواج بکنه. آیا از امون ملا پرسان بکنین که آیا اون ملا خود دختر 2 ساله تا میتی به نکاح؟ آیا خود نواسه 2 ساله تا به نکاح میتی؟ آیا خوارزاده 2 ساله تا که دختر است به نکاح میتی؟ آیا برادرزاده 2 ساله تا به نکاح میتی؟ حتی اگر 1,000,000 دلار هم برات بتن، شاید اگر گرچه ملا به پشت دلار اینا بسیار سرگردان هستن، اگر پول برشان بدن هر کار میکنن برای که امروز تاریخ نشان میده، اما قرآن کریم او را رشد و بلوغ نکاحی میداره که اون را به سن بلوغ نکاحی برسه، او سن است که مسئولیت ها را درک کرده بتانه، شوهر خود را درک کرده بتانه، بزنس را درک کرده بتانه که پول خودم درست سرپرستی و سوپروایزری بکنه، سوپروایز بشه، و ضمناً شوهر و فامیل و اینا را میداره کرده بتانه. او سن است. بعدن سن 6-8-10 ساله اینا نیست که اینا جنایت بیش نیست. میریم بیننده گرامی و اعلان تجارتی میریم، بعد میایم خطایتان را میگیریم. با ما باشید. خب بیننده گرامی، باز هم در خدمت هستم و انشاءالله خطا را میگیریم. من فقط یک آیه قرآن را میخواندم اشاره برش بکنم که قرآن کریم، اول آیه قرآن کریم حدیث را در جای از قرآن ذکر کرده؟ چندین جایی که ذکر شده حدیث، همهش خداوند نکوهش کرده، نکوهش از حدیث کرده. که اول در یک جایی که در سوره زمر هست، سوره زمر سوره 39 قرآن پاک آیه 23ش که میفرماید که الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل فرموده بهترین حدیث را، که کتاب است. اشاره به قرآن کریم است. کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، که انسان به لرزه میآید در حقیقت اگر مؤمن با ایمان به او حد باشه، که ما هیچ کدام ما نداریم. این کتاب میگه بهترین حدیث این کتاب هست، و این کتاب را بارها مبرتان خواندیم از آیات مختلف، که این کتاب کامل هست، یگانه هدایت است. آیه 71 سوره انام و مستراحت یاد میکنه که قل ان هدى الله هو الهدى، بگو که یگانه هدایت هدایت خدا هست. انسان نمیتونه انسان را هدایت بکنه مگر اینکه از این اصول الهی پیروی بکنه، از این کتاب الهی پیروی بکنه. و به می مسیر عالمه من از این کتاب استفاده میکنم. بیننده خود را میگیم که ما همه به مسیری که امی کتاب ما را راهنمایی میکنه، به می مسیر همه ما میریم. من شما را راهنمایی نمیکنم. من از این کتاب برای شما میگم، شما من رئیس مومن از این کتاب پیروی میکنین، من به رئیس مومن از این کتاب پیروی میکنم، میریم به مسیری که خدا بر ما راهنمایی کرده و خدا ما را هدایت فرموده. و آیه در می ارتباط یادم آمد یک آیه دیگه هم از در سوره یونس هست، سوره یونس سوره دوم قرآن پاک آیه 35 هست. ببینید که در اینجا خداوند چقدر
چقدر دقیق می فرماید که قل بگو محمد صلی الله علیه وسلم بگو هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. اینجا او کسایی که استانداردهای دیگه را در پالوی استاندارد خدا میاره خداوند مشرک می خوانش. خداوند مشرک می خوانش. متاسف هستم که مسلمان های ما هنوز همی حقیقت را درک نکردن، هنوز احساسات خود را سر عقل خود حاکم می سازن و هنوز دقیق نمیشن که خودشان بفهمند. عالمی کتاب صحیح مسلمه که من براتون خواندم، هر صفحهش که باز کنید ببینید، من همونطور باز کردم یک صفحه، در هر جایی که بخوانید از کی چندین نفر نقل شده و بعد از او یک حدیث روایت کردن، چندین در این دو صفحه بخوانید، ده پانزده نفر استاندارد خود را آورده. او گفته که از پیامبر خدا پدر و پدر کلانم شونه. استاندارد های مختلف است از انسان ها که در این کتاب ها گنجانیده شده و بر ما و شما ایره در کتاب های بسیار مقبول، پوش های بسیار زیبا و مقبول آوردن، نامش هم صحیح ماندن. صحیح جز یگانه کتابی که ما صحیح داریم قرآن است برادر خواهر من. یگانه کتاب. هر کسی که منعیس ایمان داشته باشه به این کتاب به نام صحیح مسلم و صحیح بخاری و صحای سته، من متاسف هستم خواهر برادر خودم، برشا وارننگ هوشدار برشان میتم، منعیس یک برادر خردشان یا همسن و سالشان یا برادر کلانشان که به سوی شرک گام میمانند، برای ازی که استانداردهای مختلف را اینا میخواهند پیروی بکنند. استاندارد خدا را میگذارن و استاندارد انسان را. ما و ما از برادر خوبه که امروز هفته قبل آقای یونس امروز در دیبیت بودم، من ایسی برادرش برش میگم که همین فرکلمه فرهنگ که یاد کردن که حدیث برای ما فرهنگ میده، خب اینم همون فرهنگ میده که ما را از قرآن دور میکنن، که امروز دور کرده. فرهنگ خود ما باید از قرآن بگیریم. همون فرهنگ است که 15 دقیقه پیشتر صحبت کردیم که دختر 4 ساله را، دختر 2 ساله را به نکاح میتن، دختر 4 ساله را به نکاح میتن و آقای سیرت میاد دفاع میکنه. آیا از این کتاب گفتن؟ این کتاب خود نگفته، این قرآن، ولی از این کتاب احادیث گفتن دیگه، که کتاب احادیث یک چیزایی گفته و از همون فرهنگ. پس این بین که ما فرهنگ اسلامی خود از قرآن بگیریم و اسلام خود را یا امت مسلمان را قرآنی بسازیم، فرهنگ قرآنی بدیم و این فرهنگ فلاکت و ناجور و با خشونت، با جنایت، با دور از عقل و تعقل و خرد را ما یک طرف بگذاریم. بیاین ما همه برای هموطنهای عزیز خود، برای بینندهای خود، ما فرهنگ قرآنی بتیم. او فرهنگ ناجور و ناسالم را ما باید پس بکنیم. امیدوار هستم که برادر خوب ما هم این را متوجه از این حقیقت شوند. البته خب آل درم یه آیه را که من خواندم خدمت کشیدمش اصلا فرصت نشد. مطالب زیاد است خواهر برادر، ما وقت ما کم مانده، مطالب زیاد است و من میخواهیم که امیر خلاص بکنم که گفتم که خداوند او کسایی که استانداردهای دیگه را در پالوی قرآن کریم میگذارن او را مشرک میخواند. در این آیه قل هل من شرکائکم یهدی من الحق، آیا او کسایی که شما را شریک میدانین که در پالوی کتاب خدا و استاندارد خدا چیزهای دیگه را میگذارین، یا انسان را در پالوی خدا میگذارین که او هم هدایت میکنه، آیا خداوند میفرمایه که بگو برشان که آیا کسی هست که به سوی حق هدایت بکنه؟ جواب خود خداوند میده، قل بگو الله یهدی للحق، او خداوند است که به سوی حق رهبری میکنه انسان را، یا به سوی حق انسان را رهنمایی میکنه. آله توضیح میده خداوند، افمن یهدی للحق، آیا او کسی که به سوی حق هدایت میکنه، حق و ان یتبع، او سزاوار است که ازش پیروی شه،
یعنی آیا خداوندی که به سوی حق رهبری میکنه، آیا او خداوند سزاوار است که ازش پیروی شود؟ این از کتابش امن لا یهدی الا یهدا، یا او کسی که هدایت کرده نمیتونه و خود از او به هدایت نیاز داره او از او پیروی شود، از کدامش پیروی شود؟ اینجا دیگه ما عقل ما را خداوند میخواد که باز شود، شگافته شود عقل خود ما. آیا او کسی که به سوی حق هدایت میکنه که خدا هست و کتابش هست، آیا از او پیروی شود یا از او کسی که او به سوی حقیقت هدایت کرده نمیتونه بلکه خود از او نیاز به هدایت داره؟ حتی پیامبر نیاز به هدایت داره. او پیامبری که خداوند فرمود که افلم، یعنی در سوره و دوها که آمده علم یجد که یتیمن فا علم یجد که یتیمن فا و وجد که دالن فهدا. خداوند چی میفرماید؟ بر پیامبر خود میفرماید که او ذاتی که تو را از راه بیرا یافت ولی تو را هدایت کرد، از راه بیرا یافت تو را هدایت کرد. انسان است، پیامبر هم انسان بوده. بنام پیامبر دشمنای پیامبر بسیار زیاد چیزها را گفتن. بر حذر باشین خواهر برادر من، به سوی کتاب خدا بیاین، باور بکنین، تمام عمر باقی مانده تانه که سر قرآن بگذرانین، شما چیزی هنوز 1% و 2% و 5% زیاد استفاده نکردین. بگذرانین عمرتان از سر زی کتاب که کتابتان را درک بکنین. و بالاخره خداوند میفرمایه که فما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را، چطور حکم میکنین؟ یعنی آیا عقلتان مگر سرش سر پوش گذاشتین که عقلتان کار نکنه دیگه و از احساسات کار میگیرین؟ بنامه تفاهم در پرتب قرآن بفرمایید. بله آقای وسیق عزیز، سلام برسه. سلام برسه، این گذاشته مبارک باشه بر شما همچنان. همچنان ماه سیام رمضان انشاءالله که بخیر گذاشته. تشکر بسیار زیاد. آقای نوری عزیز هستین، بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر، مهربان هستین. ما بیاییم که برنامه را به یک شوخی گونه ختم کنم که در افغانستان در قرآن قصبه همی ملا معمولا میمان یک خانه می شدن. بله. بازوا بر افطار و گپا یه چیز برشان می پختن. بله. بالاخره یک ملا میمان یک زن بیوه شده بود و این زن بیوه ایش کس نداشت و برش پیتی پخته کده بود. برش گفت که ببخشی ملا صاحب، زن بیوه هستم، کس ندارم، همین پیتی رو برش پخته کدیم. گو خیر از بیبی گویم کدام مثلا نیست، اما حدیث مبارک است که لم اکل پیتی لیس من امتی. آها، چیزی اگه روایت هم جور کرد برش اتمن دیگه. آه این حدیث کل شمت رسم آخر متاسفانه حرف شما در مورد قرآن صحت داره. قرآن زبان شیرگونه است، یعنی نسل مسجه است، متوجه استین؟ باور کن ما توراتم پشم است به زبان فارسی، زبان لهجه دری افغانستان انجیل هم است. از اون انجیل دو رقم است پشم هرچی نابیناستم، یک رقمش همون وهابیت است و یک رقم انجیل درست است. همی حرفا دو را که من خواندم وقتی که می دیدم، باور کنیم عظمت که در قرآن است، در آیه ها و سوره ها و همه چیز. کتاب های مقدس پیشتر از این ندیدیم جدن و بسیار این جالب نبود برای من، بخاطر که من شاعر هستم، با آثار و ادبیات جهان آشنا هستم، خوندیم این مسائل، این جالب نبود برای من. اما باور کنید وقتی که من مسجد میرم، همین سوره فاتحه را که میخونه کلگی باز بودازم، کلگی یک جای آمین میگم، من یک جای آمین، چون
یک مقدار با موسیقی آشنایی دارم و مو صوت و صدا و دمو کرچ من میخوانم. اما سکوت ملکوتی که در مسجد هست باور کنین اقدر شاعران است که برطان گفتن نمیتونم بسیار قدسیت داره. بس وقتتون رو نمیم. بسیار تشکر آقای نوری، لطف کردیم. آقای نوری هم یه روایت ساختن روایت یاد کردن و قصه‌ای به خاطر ما میاد که البته در این که تو کدوب است که بعضا یعنی میگن که پردن ابو هریره بود کسی یک نوع سی یک نوع پیاز بسیار زیاد کشت کرده بود و در بازار البته خریدار کم داشت، خب میخواستن که اعلان بکننش، بدین اعلان ساختن روایات بود که باید میساختن. ابو هریره میگه یک روایت ساخته بود که دوست از ابو هریره بود، یک روایت بر ساخت که پیامبر خدا گفته بود که هر کس سیب چیز پیاز سفید را بخوره ثوابش بیشتر است یا هر چیزی که هست، به شکل تا بتانه که او به فروش باید برسه. و امو ابو هریره بود که عمر فاروق خلیفه دوم اخطار برش داد که او ابو هریره اگر دهنت نبندی از روایت ساختن تبیدت میکنم، پس دوباره به یمن روانت میکنم. بس کو او میفهمید، خلیفه دوم میفهمید چقدر روایت نوشته نمیکردن ولی میساخت. یعنی از پیامبرتون شنیدن پیامبرتون و کل اون چیزایی بود که 150-180 سال بعد در کتاب ها نوشته شد و امروز ابو هریره اصلا هزارها حدیث را روایت کرده و هم در ظرف کمتر از 2 سال که پیش پیامبر بود. خلیفه اول که حتی پیش از پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم یارشان بود 200-300 روایت نساخته بود که اونم از بین بردن. اما ابو هریره که 1.5 سال در که 1.5 سال پیشتر از وفات پیامبر ایمان آورد، از یمن آمد و ایمان آورد و هزارها تا جور کرد و ساخت و بافتن. و این جنایات است که به نام دین زده شد، به نام دین آورده شد، ولی متاسفانه امروز مسلمان هنوز از او پیروی میکنه. به نام تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. آقای واسی قدر سلام. سلام علیکم برادر محترم، خدمت در خدمتتان هستم. سلامت باشین، زنده باشین. تقریبا 2.5 ساعت است که من زنگ میزنم. والا بسیار، من یک ساعت اول خواهی هیچ اصلا نگرفتم تلفن ها، مگر اینکه من باز تلفن ها نه، یک ساعت شما نگرفتم، یک ساعت دیگه خداوند آقای کیوان رو صحبت اونام زیاد صحبت کردن، راست میگه دیگه. او چیز شد. خب به هر صورت مال نمیخوام که دیگه گپا وقت رو ضایع کنم. من فقط منظور و میخواستم به یک قسم خلاصه کنم که امروز شما بسیار گپای خوب زدین و مخصوصا من میخوام تشکر کنم از دبیتی که داشتین، اون روز بسیار جالب بود. خواهش میکنم. یک چیز برای من بسیار جای تعجب است که چرا در اسلام هر چیز وجود داره صداقت وجود نداره. فرهنگ بیگانه است. ببینید فرهنگ بیگانه است که عمرن که مثل فرهنگ خب بیگانه است. شما ببینید دمی اواخر چی جنایات در کشور ما اتفاق نمسته به خاطر بچه بازی در دهنه غوری 31 نفر کشته میشه فقط در محفل عروسی که بچه بازی است. اینی کل دستاوردهای حکومت اسلامی است یا ای که حکومت محترم ما که حکومت اسلامی هست با حکومت اسلامی دیگه جور آمدن در پاکستان و اینی 3 سال یا 4 سال شده که با اروای ملا عمر میرن ملاقات میکنن و 60 میلیون دلار رو مصرف میکنن. متاسفانه بله زیر خیمه جان میتنان نداره. امی آیت صلح پسر آقای ربانی که وزیر خارجه ماست امروز و خود آقای ربانی اینا همش میرفتن پاکستان برای صحبت به خاطر دور میز مذاکره آوردن طالبا و میگفتن با نماینده چیز ملا عمر، در حالی که ملا عمر مصروف است در بهشت یا دوزخ با او سال. بله بله. و اینا میرفتن برای چی و میگن که با
با تاسف شوخی گویا یک چیز میگن که آقای ملا عمر برش در بهشت و جای دادن، اما ارنسرایش به دست راستش درست کردن و متاسفانه چشم راست از کور است. اینمی چه ضیاءالحق و استاد ربانی و غیره و غیره می او را زیر دوزی میکن، او مصروف جان خود است، اما با نمایندگیش یک گروه دوکاندار و غیره و غیره می در مابین پاکستان یا در دبی یا در قطر مذاکره میکنه. بسیار خنده بسیار بسیار خنده دارست بله. و یکیش متاسفش بله. نه اصلا معذرت نیست، راست میگی. همین شورای به اصطلاح علما که اینا علمای وجود نداره، اینا میرن می خال ریشای کلان آویزان کردن. خب بین از مردم یک معذرت بخوایم، بگویم که ما اشتباه کردیم، ما رو فریب دادن، دیگه هنوز با گردن بلند صحبت دارن. متاسفانه بله جای بسیار تاسف است، بله جای بسیار تاسف است. وطن بیچاره را چی بدبختی است. و یعنی یک مثال داشت مردم افغانستان، میگفت سر زاغ بودن گرفتن یا سر زاغ بودن میگیرن. افراد بی سواد فاقد عقل اینا آمدن اون وطن اداره میکنن و با مربوط هم یک گروه و یک خاندان، دو سه خانواده است که کل افغانستان در انحصارشان و هر چی دلشان میخواهن میکنن. و این پولایی که مصرف میشه یکی حساب ده نیست. چی شد این پولایی که به خاطر صلح، به خاطر مذاکرات مستقیم با نماینده آقای چیز ملا و آل جالبی است که اقانی که میترسانن و اقانی هم رفته دمو چیز شریکت ده و منتظر من میترسم که همون قصر و گپای رو که برای آقای چیز دادن برای ملا عمر، او رو بزودی به خیر ملا اسماعیل خان و چیز گرفت سیاف یا چون غاصبین زمین و ملک هستن، امو رو از پیش از یا خود بردن. بسیار تشکر از اینکه زنگ زدین. چیزهای بسیار میگم که هیچ نوع پرایورتی، یک کلمه دیگر اضافه میگم، یعنی جنایات اتفاق میفته، بچه بازی به حدش رسیده یا مواد مخدر، اما یک ملا یک برنامه تلویزیونی اسلامی افغانی صدایش نمیبره، سکوت مرگبار گرفتهشون که خدا زودتر نصیبشون کنه، یکی صدایش نمیبره که اینوی از جمله بدیات است و نباید اجازه داده شود. اونا میشینن سر چیزهای صحبت میکنه که بسیار احمقانه. میگه که درخت خشک خرما، آقای سادات گریه میکرد، میگه درخت خشک خرما گریه میکرد به خاطر که پیغمبر چی پیدا کرد، یک منبر دیگه منبر پیدا کرد. من سر صحبت کردم بله 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 شما صحبت که نیم از زمان خود جناب چیز شنون سادا که گریه کده یه تحریک میکرد. بله ببینید که همین چیزها هسته که بسیار تشکر، لطف کردید، خواهش میکنم. خدا حافظ، خدا نگهدارتن، با امان خدا. برنامه تفاهم در پرتو قرآن، بفرمایید. سلام علیک. و علیکم السلام، خوارگل، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برادر عزیز، برنامه خوب زیبای شما یک دنیا تشکر. از شما تشکر. بینید بای خوبی ما هر دفعه میگم شما یک انسان بسیار شریف محترم هستین. خواهش میکنم، برنامه شما خیلی حالیست. ما بیشتر از ده برنامه در تلویزیون آریانا افغانستان دیدیم، سیدین خمار بگویم، ده خمار خیلی حفایق دیوانه میزنه که اصلا ایرانی رو میاره و عرب میاره و هر طایفه رو میاره و اصلا مفهوم از این معلوم نیست. بله که این چی میگوید. اما شما را خدا خیر بده، خداوند شما را عمر بده که از این رئیس تلویزیون شما خواهش میکنیم که همیشه با شما همکاری کنه که شما را برنامه هایتان ازیاد کنه. همیشه لطف کردن، همیشه لطف دارن. شما یک آدم بسیار شریف، نجیب، با اخلاق، شریف، تمیز، با شرف استید. بسیار تشکر، خوارگون. و ای واحیزین مثل سعدات و سیمین خمار که خمار پول اونا رو خداوند هدایتشان بکنه، قربان شما. بسیار تشکر خوارگون، خدا همراهتان باشه. ما دقل یکی دعایی از قرآن کریم در این مورد خواندم. آیات زیاد است، آیات زیادی است که من در سوره جاسیه، سوره 45 قرآن پاک است. در مورد حدیث من گفتم که چندین جای خداوند ذکر کرده از حدیث یاد شده، شاید 5-6 جای، 7 جای کم و بیش یاد شده و تماما به شکل صحبت شده که نکوهش کرده از حدیث، از حدیث نکوهش کرده.
و این حدیثی که خداوند با علم قدیم خود میفهمه که شاید یک موقعی است که امروز میفهمید، امروز گفتم من به می عقیده هستم که علم خدا محیط هست، یعنی به این معنا که آینده بی نهایت، گذشته بی نهایت و زمان حال را در سه صفحه تلویزیون مثل که بلا تشبیه علم داره برش همه چیز میبینه، همه چیز میبینه و میفهمه. اون عالم مطلق است، اون میفهمید، میفهمه که بنده هایش به نام پیامبرش چی جفایی را مرتکب میشن و چی کتاب هایی را در پالوی کتاب خدا میگذارن و چقدر مردم را، امت را به گمراهی میکشن، امت را به گمراهی میکشن. در این آیه ششم سوره جاسیه خداوند میفرماید که تلک آیات الله، این آیات خدا است، قرآن کریم آیات خدا است که گفته میشه که به خاطر هدایت انسان هست. نتلوها علیک بالحق، که ما ایرا بر تو به حق میخوانیم، میگیم، خداوند بر پیامبر خود میگه. فبی ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، پس به کدام حدیث بعد از خدا و آیاتش، یعنی بعد از خدا و کتابش قرآن کریم، پس به کدام حدیث ایمان میارن؟ آیا به ایمان میارن؟ مسلمان به ایمان داره، متاسفانه به مو خاطر مسلمان های ما که کسایی که میگن ما قرآن و بخاری و مسلم و اینا هر کلش یک پالوی هم، ما باز هم به خاطر دوستی که با برادر خواهر خود دارم من میگم که به سوی شرک قدم ماندن و رای خود بهتر بسازن با اصول خدا، هیچ چیز دره علاوه نکنن، اما طوره که با خدا چیز دره علاوه نمی کنن. چرا خدا در پالوی خدا، حتی پیامبر خدا ره اگر در پالوی خدا قرار بدین شرک است. پیامبر خدا را در پالوی خدا قرار بدین شرک است. او خداییست که خالق جهان و جهانیان است و در پالوی از یک انسان را شما قرار بدین، اصلا شرک است. یا اگر هر انسان دیگه، پس بیاییم که خدا را به تنهایی ما عبادت بکنیم و خداوند را به تنهایی اطاعت بکنیم و استندردی که خداوند بر ما روان کرده و فرموده که ذالک الکتاب، ای کتاب، همین قرآن، لا ریب فی، هیچ شک درش نیست. در این کتاب ها چقدر شک وجود داره؟ همه شک هست. یکان تا چیزای خوبی درش هست که منعیسی که کتاب تاریخی که به نام تاریخ حیات پیامبر یکان چیزای نقل شده، منعیسی از او اگر بگیریم هیچ اشکال نداره، که ما بارها یاد کردیم که از این چیزای به نام حدیث ما یاد میکنم براتون، به نام میخوانم که از پیامبرم تا چیزای نقل شده به قرآن کریم میخوانه و او را اکثریت مسلمان های افراطی و ناجور کس اونا قبول ندارن، عمل نمی کنن برش. ولی خداوند می فرماید که فبه ای حدیث بعد الله و آیاتی اومنون، پس به کدام حدیث بعد از خدا و آیات خدا اینا ایمان میارن؟ پس به او ایمان میارن، از این کتاب روگردان میشن، به او ایمان میارن. امروز شما برین خواهر برادر من به مساجد برین، بعضی گروه هاییست که گروه های میای ملاها یک جای چند نفر طالب و چلیر همراه خود میشانن و چند نفر دوگام در پیش جمع میشن، میان میخوانن، یک آیه قرآن میخوانن، با زمین کتاب ها واز میکنن، روی به اساس از این کتاب ها توضیح میتن. یعنی اون کتاب را، این قرآن کریم را که من اگر امیال 10 ساعت امرایتان شده باشم قرآن پیشم باشم، من هیچ کم بود ندارم. تا وقتی که شما خسته نشین شاید من خسته نشم، روبرو در مقابلتان شده باشم کتاب پیش من باشم، من کم بود ندارم. و من راستی بارها شده که تو روزایی شده که من 3 ساعت در تلویزیون برنامه داشتیم و از اینجا خلاص شدیم رفتیم به یک فاتحه. اصلا بر من فکر میکنم که هیچ مدگه انرژی ندارم. به یک فاتحه رفتیم 3 ساعت
از این قرآن صحبت کردیم، هنوز انرژی بیشتر شده، انرژی بیشتر پیدا کردیم و این شک نیست که اعجاز قرآنمی هست. ما البته امتیاز من نمیگیرم، خداوند بر هر کس میده، اما من به این کتاب تنها تکیه زدیم و به هیچ اصول دیگه جزی کتاب تکیه نمی کنم و به هیچ اصول دیگه اجازه نمیتم که این قرآن کریم را مصالحه بکنم امروش به هیچ قیمت تا روزی که حیات در تن من هست. و برادر خواهر خودم به سوی می کتاب من دعوت میکنم که این کتاب کتاب است که اگر شما 20 سال هستین و خواست خدا باشه که تا 100 سال عمر بکنین، این 80 سال عمرتان را صرف از این کتاب بکنین، هنوز شما یک لیر یا یک طبقه زیر شما درک کرده. عمر بسیار کوتاه هست که ما بتانیم همه ای کتاب را بیاموزیم، در عمق از کتاب وارد شویم. ما و شما عمیق میریم ولی بسیار عمیق سطحی در سطح هستیم، هنوز در او عماقی که ما همونقدر تزکیه باید بکنیم، همونقدر نورانی باید شده باشیم، همونقدر اتکای ما به خداوند باید باشه، تنها به خداوند، توکلی که خداوند از ما خواسته که وعلی الله فلیتوکل المتوکلون، یعنی به خدا باید انسان ها توکل بکنه، نه به کتاب، نه به انسان دیگه، نه به هیچ کسی دیگه. ولی ایتون انسان هایی هست که بارها برای من دوستا بعضن کلپ هایشان روان کردن یا بعضن تلفن کردن که آقای وسیع خودت اینطور یک چیزی گفتی، با یک کسی برای یک جایی برای یک ملای دیگه زنگ زده میگه که آقای وسیع اینطور یک چیزی میگه، نظر میگه می قرآن اینطور یک چیزی میگه، نظر شما چی هست؟ بازو میگه آقای وسیع غلط ترجمه میکنه، شما نظر مرا گوش کنید، بعد میبرش به مسیری که خود ملا میخواد. پس این انسان چی شد؟ این انسان به کلام خدا توکل نمیکنه، میره به کلام او انسان توکل میکنه. ما از کلام خدا برش میگم برادر خواهر بس، ولی گمراه هست و عمق نمی کنن که به خود زحمت بده. حتما یک سواد داره که برای یک ترجمهش پیدا کنه، یا به انگلیسی یا به فارسی او را بخونه که ببینه مطمئن شود که برای که قرآن همی چیز میگه واسی خواهد از دل خود نمیگه. ولی میره به یک ملایی که قیافهش خوشش میره، از یک ملا یک بود جور کرده، بس خلاص بر از او میتن، میگه نظر تو چیست؟ میگه این اترکوی نظر من، نظر خدا برش میگه و بسیار باز آرام میشه و تسکین میشه که اونه بله ملای من درست گفت، یعنی بوت من درستر میگه، از ملا یک بوت جور کردن. با تاسف امی بوت امی ها هست خواهر برادر من، من یه چیزا را نمیگم به خاطر که یک برادر خواهر دیگه را من نکوهش بکنم یا بکوبم یا خود را رهایش بتم، نه نه، ما به هیچ چیزا رهایش پیدا نمی کنم. اگر یک برادر خواهر من ولو که با من بسیار سرسخت مخالفت داشته و داره، اگر به سوی قرآن خدا بیاید نور چشم است، من در خدمت حاضر میشم تا بتانیم بیشتر به قرآن نزدیک شویم. برادر است یا خواهر است اگر به سوی این کتاب بیاین، برای من کلان ما افتخار است. من هیچ چیزی از اینا گذشته خراب ندارم، کلش پاک میشه اصلا، گرچه همیالا منا دیده گرفتیم کاملا پاک است میشه. من اونا میگن بعد میگن خب اگر بعد میگن این همیتونه هستم که هستم، ولی این کتاب هست، این کتاب کتاب هست، چیزی دیگه و استاندرد دیگه استاندرد من است، جزی کتاب من کتاب دیگه ندارم خواهر برادر من. و این کتاب را من کامل یافتیم، جامعه یافتیم و تا روزی که زنده هستم با این کتاب هستم و بهترین ایام ما، بهترین لحظات ما واقعا شکر خانم ما است، اولادکای ما است، همراهشان هستم، خداوند همراهشان باشه. ولی وقت با این کتاب ما می باشم، این بهترین ایام ما است، بهترین لحظات زندگی ما است که یک آیه قرآن برای ما آرامش میده. حتی روزایی شده که یک اندازه
مشکلات داشتیم، فرزن تأثیر داشتیم، یک فشار بوده، یک چیزایی شنیدیم. یا انسان مثل انسان سر ما تأثیر میکنه، ما هم انسان هستیم، ولی و باید تأثیر بکنه. به حس و به احساس نیستیم، کرخت نیستیم. اما ما برای من پالیسی ممیست که یکی از آیات قرآن میگیرم و روی از او دقت میکنم، معنایش هم به انگلیسی پیش خود تکرار میکنم، هم به فارسی، هم به عربی میخونمش هم آیه و سر از او دقت میکنم. باور بکنین نه تنها همون لحظه مرا شاد میسازه، بلکه تمام روز من در حقیقت تغییر میخوره. این اکسپیرینس خود، تجربه خودم است که من دارم، و بارها شده که من یا تکرار کردیم و بارها شده که ما این را تجربه کردیم. و خودتان تجربه بکنین تا این را عظمتش درک بکنین. وقت خود شما تجربه کنین، عظمتش درک میکنین و او وقت میشه که شما توکلتان را، یعنی ترست یا اعتمادتان را فقط سر خدا بگذارین، سر کتاب خدا، سر چیزی دیگه اعتماد نکنین. البته بخونین چیزهای دیگر، من کتاب های حدیث هم بخونم، به مخاطر هر چیز خوبه که من میگیرم میگم، من ایسی یک کتاب تاریخی است، چیزها راپورت داشتم و بهترین ها را به پیامبر خود نسبت میدم، بهترین ها را به پیامبر خود نسبت میدم. اما هیچ وقت در پلوی کتاب نمیگذارم، برای اینکه پیامبرم حتی از زبان پیامبر خدا اگر مشنیدم، در زمان حیاتش می بودم، اگر مشنیدم در پولی کتاب خدا و در جا می کردمش، در پولی کتاب خدا نمیگذاشتمش. چرا؟ برای از اینکه قرآن کریم اجازه نمیده و برای از اینکه در همین دو جلد که من پیش بر شما خواندم، دو روایت و حدیث از همین دو جلد من خدمت شما خواندم که در یکیش در صحیح مسلم کتاب حج پیامبر خدا یاد کردن، که البته اولش در کتاب زهد است، در امی صحیح مسلم که پیامبر خدا یاد کردن که از ما چیز دیگه نوشتن نکنین و هر کسی که غیر از قرآن چیز دیگه نوشته کردن از ما محوش کنه، پاکش کنه. و مسلمان یارک نوشته کرده به خاطر نافرمانی از پیامبر کرده دیگه. بسیار واضح است. یه حدیث را، فقط یه حدیث را من باید براتان بگویم، دیگرها حتی ملاهایی را کاملا نادیده گرفتن، نه تا شاید هم خبر، همون ملاها هر جایی که درس هم خواندن به سطح دکتری رسیدن خبر هم نداشتن. یک تن از دکتر صاحبا که برای من زنگ زدن و سر این مسائل صحبت کردیم و من از این حدیث گفتم، گفته همچون حدیث در، البته شماریش به خاطرم نبود، گفت همچون حدیث، گفت هیچ نیست، گفت کل کتاب های حدیث همیان در روی زمین پیشلوم اموار باز است، بگو برای من در کجا است. من گفتم برای یک دو سه رو گرفت، من به همین دو حدیث بر جوان کردم. تا امروز دیگه سر و صدای همون دکتر صاحب معلوم نیست. خدا همراهشان باشد، امید است که رای خدا بهتر بکنن، امید است. خب آیا نافرمانی از پیامبر نیست؟ پیامبر گفت محو کنین. تنها بخاری 600 هزار روایت را جمع کرد. پیامبر گفت محو کنین، از بین ببرین را، چیزی که نوشته کردین. بخاری مگر نمیفهمید؟ مسلم 400 هزار روایت جمع کرد، مگر او را نمیفهمید؟ خود مسلم روایت کرده که از بین ببرین و با جمعش کرد. خوب نافرمانی از پیامبر است و امروز امت به نافرمانی از پیامبر در حرکت است. و روایت حدیث دومش که در کتاب حج بود که پیامبر خدا فرمود که من فقط یک چیز براتان گذاشتم، ترکتو فیکم، ما او چیز براتان گذاشتم که لن تدلو، که ابدا شما گمراه شدنی نیستین، گمراه دیگر نمیشین. او قرآن کریم است و هدایت خدا همین کتاب است. پیامبر خدا فرمود که من بر شما یک چیز را گذاشتم
که اگر برش چنگ بزنین محکم بگیرین احکامش را مطابقش عمل بکنین ابدا گمراه نمیشین. کلمه لن استفاده شده، لن نفی ابد هست، never never you never go astray، یعنی شما هیچگاه گمراه نمیشین اگه به این کتاب چنگ بزنین و از این کتاب فرهنگ بسازین و از این کتاب کلچر بسازین، مطابق از این کتاب تمام زندگیتان تنظیم بکنین، بزنستان مطابق به اصول از این کتاب باشه، فامیلتان، خانهتان، چقدر امکانات برتان هست که هرقدر امکانات برتان هست، این که این نه تضمین نیست، نه من تضمین کردم ایتانم نه شما. ما بر اولاد خود میگم، مخصوص در غرب زندگی میکنیم، شما بر اولادتان میگیم، ولی دعای هدایت برشون میکنیم که هرچی بیشتر به سوی این کتاب بیاین، هرچی بیشتر اولادهای ما و شما به سوی کتاب بیاین، چرا یگانه راه نجاتی کتاب هست و پیامبر خدا که فرمودن فقط این کتاب براتان گذاشتم که اگر برش چنگ بزنین گمراه نمیشین. فکر نمیکنین که مسلمان امروز گمراه هست؟ که من میگم گمراه ترین امت در جهان امت مسلمان هست. البته ما داریم میلیون ها انسان خوبی داریم که اونا جایشان حفظ است، اما او کسایی که کورکورانه از هر چیز پیروی میکنن که امت گل کل امت به مسیر رفتن از این چیزا هست، پیروی کردن و کاملا به گمراهی روان هستن و هر روزی که قدم به سوی کتاب خدا بگذارن و برگردن به سوی خدا، به سوی کتاب خدا، و من در خدمتشان هستم که هر نوع کمک کار داشته باشن، هر نوع کمک کار داشته باشن از این لابلای قرآن کریم، هر قدر وقت ما که با قرآن بگذره اونمو سرمایه زندگی ما هست و هیچ وقت عبس نشده، قطعا عبس نشده. مجالس اگر میگیرین، محافل میگیرین، کسایی که عاشقان قرآن هست میخواین از قرآن بیاموزن، در 20-40 نفر خبر میکنین، من در خدمتان هستم ساعت ها، هیچ چیزی هم انتظار از تو ندارم، هیچ نوع تشکری هم انتظار ندارم از تو که باز تشکر بگوین. نینی هم من تشکر از شما میکنم که شما حاضر شدین که از این کلام بفهمین و خداوند امکانات را برای من فراهم ساخته که من در خدمت شما باشم که از این کلام صحبت بکنم. این تشکری را من باید بکنم از شما قبلا. هر وقت خواسته باشین من در خدمتتان هستم، در هر کجا که بر شما لازم هست جای مناسب باشه دوستان را خبر بکنین که از این قرآن بیشتر بیاموزیم. اولادتان، دخترایتان، پسرایتان، خانمایتان، خودتان، دوستا و عزیزا، هر کسی که باشه، من در خدمتشان هستم که بیاییم و ساعت را در قرآن با این قرآن بگذرانیم. و من بازم براتون میگم که این کتاب وقتی پیش من هست من خسته نمیشم. نگوین که والا یک ساعت شد دیگه نشه که آقای وسیقه خسته شده باشه، نی، شما اگه خسته نشین 5 ساعت هم باشه من در خدمتتان هستم، 10 ساعت بشینین من همراهتان هستم، تا وقتی که شما خسته نیستین و قدرت گیرایی از این کتاب را دارین من در خدمتان هستم و براتان از این کتاب صحبت میکنم. و هر وقت و هر زمانی که تا امروز یا من بعد یا از این به بعد اگر چیزی از من شنیدین که چیزی خوب نبوده برای من بگوین، حتما اشتباهی من بوده. تا امروز کسی حاضر نشده و اگر چیزی خرابه از من شنیده باشین یک روز من خواهر خود را یا برادر خود را یا هر کسی دیگه را من به مسیر دعوت کرده باشم که اشتباه باشه، غلط باشه، یا خشونت یا گمراهی یا هر چیزی دیگه، حتما اشتباهی من بوده برای من بگوین. من طالع سراغ ندارم که کسی گفته باشه، اما اگر
کسی بوده که ایره برمه بیارم حتما از خداوند معذرت میخوایم، از اون دوست عزیز خودم که نگور غلط هیچ وقت نمیتونه که در قرآن باشه و اشتباهی من انسان ناقص است، نه انسان، نه کتاب کامل چون قرآن کریم. پس امیدوار هستم که همه بتانیم با این کتاب زندگی بکنیم و این کتاب کامل است و قرآن کریم هم که در سوره زمر است فکر میکنم همی آیا ختمش میکنیم بخیر، در سوره 39 قرآن پاک است که فکر میکنم اگر در سوره زمر نیست، سوره زمر است بله، آیه 36 همش الیس الله بکاف عبده، الیس الله بکاف عبده، آیا خدا به بندش کافی نیست؟ آیا خدا به بندش کافی نیست که دنبال انسانهای دیگه میرن؟ آیا کتاب خدا برای بندش کافی نیست که دنبال کتابهای دیگه رفتن و ده ها و صد ها کتاب در پالوی کتاب موندن؟ گمراهی بیش نیست خواهر برادر من، برگردین به سوی کتاب خدا، به سوی کلامه که همه چیز درش نافته است. ما از عقل سلیم دور از تعصب و دور از بدبختی ها و خودخواهی ها و دشمنی ها و عداوت ها و تعصبات اگر به قرآن نزدیک شویم، بهترین ها را ما برداشت میکنیم که در جهان کسی تاله برداشت نکرده، بهترین ها را برداشت میکنیم و به سوی بهترین ها ما و شما میتونیم بریم و جامعه خود را به سوی کتاب خدا بکشانیم، نه به سوی خود، به سوی کتاب خدا بکشانیم همونطور که خواست خداوند هست. و در اون صورت ما و شما انشالله در نسل های آینده در کشور خود نسل مؤمن خوب و مسلمان خوب خواهیم داشت و ما و شما که عمر ما با پایان میرسه پیش خداوند سرفراز خواهیم بود. شما یک یکتان را به خداوند سبحان مسپارم و خداوند تا هفته دیگه که در خدمتتان باشم در امان خود داشته باشه و قلب هایتان به سوی از این کتاب خود باز بکنه و از همه چیزهای دیگه که شما را از این کتاب دور بکنه خداوند دور داشته باشه شما همه را. در امان خدا باشین و انشالله که صحت و سلامت و روزهای روز شبتان خوش انشالله.